بینندگان عزیز، با سلام به شما. طبق معمول هر هفته باز هم با کانون آوا هستیم. امروز با آقای قربان‌علی حسین نژاد هستیم، مترجم ارشد عربی سابق رهبری مجاهدین آقای رجوی در عراق، و ایشون قبلا هم چندین بار مهمان برنامه بودند و امروز درباره 5 تا موضوع یا 5 تاپیک گوناگون میخوان صحبت کنن. طبق معمول برنامه ها، هر وقت شما پرسشی داشته باشید یا نظری داشته باشید، میتونید با فیسبوک، با ایمیل، با شماره تلفنی که در زیر برنامه نوشته میشه تماس بگیرید، پیام بذارید. این دوستان همیشه جوابگو بودن، همیشه نظرات شما رو شنیدن، درست برعکس سازمان مجاهدین. خب آقای قربان‌علی حسین نژاد از پاریس، ممنونم که با ما هستید و لطف کنید پس از سلام و احوال پرسی با دوستان بیننده و شنونده، اولین موضوع رو که هست نگاهی به مواضع و عکس العمل های ذلیلانه فرقه رجوی در قبال تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام و اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا برای دوستان توضیح بدید. بفرمایید. بله، با سلام به همه، به شما و همه دوستان و همه همسرنوشتان و همبندان سابق مخصوصا و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون شما. بله، اول موضوعی که میخوام بحث بکنم موضوع همین خروج آمریکا از برجام و اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در، البته در تا آنجا که به فرقه رجوی مربوط می شود، چون بحث یه خودش یک بحث سیاسی مستقله که موضوع ما نیست، مفصل است. ما و من فقط می خوام این مواضع و اصول عمل های فرقه رجوی در قبال این تحول، تحول خوب بزرگی است، خبریه که خبرگزاری ها بود و رسانه ها بود، خروج آمریکا از برجام و اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا. خوب این فرقه در برابرش واقعا اصل عمل های ذلیلانه داره، یعنی همام ببینیم تو سایتش گزارش هایی که داره میده، نحوه گزارش دادن ها و مقالات و تحلیل هایی که در رسانه هاش داره و یا مریم رجوی و سران دیگهش دارن میدن، از همه شون میباره چه خوشحالیشون و چشم امید بستنشون برای به قدرت رسیدن، چشم امید بستنشون به آمریکا و اونم مخصوصا جناح جنگ طلبش که همین لابی های سابقش جولیانی و جان بولتون و اینها که رسیدن به کاخ سفید و این چشم دوختن. اصلا اساسا این نوع برخورد هر گروهی، هر سازمانی، هر تشکلی، هر کشوری، حتی هر قدرتی اصلا برای نجات خودش، برای رسیدن به قدرت، هر حزبی، هر کسی چشم بدوزه به بیگانه، به خارجه، به هر نحوی، این یعنی ضعفش، یعنی پایگاه اجتماعی، پایگاه مردمی نداره برای به قدرت رسیدن به در یه کشوری، برای یه مردمی، بخوای محبوب اون مردم باشی، اون بخوای در یه کشور به قدرت برسی، اونم با ادعاهایی که داری، مقاومت و مثلا آلترناتیو دموکراتیک و مردمی و با این شعر و شعارها، و فقط باید متکی به مردم باشی. اون سابق تمام تاریخ گواه هست بر این که هیچ نیرویی نتونسته در کشوری نیروی به ادعای خودش مردمی و واقعا معتقد باشه به ادعای خودش برسه به قدرت بدون پشتوانه مردمی، به جز این که خب بیگانه کودتا یا کودتای نظامیه چه دیکتاتوریه یا یک حمله خارجیه مثل عراق مثلا اشغال اون کشوره. غیر از اینها اگر یک نیروی که مدعی دموکراسی و آزادی برای مردم خودش بخواد به قدرت برسه، به جز با اتکا به مردم و به جز داشتن با
پایگاه مردمی، این ادعاهاش صادق نیست در ادعاهاش که من مردمی هم و مثلا میخوام به قدرت برسه. ببینید مثلا فرض کنید توی انقلاب ایران، و ما الان درست یا غلطیش یا رهبری و ایناش کاری نداریم، ولی به هر حال خمینی، آخوندا اون موقع پایگاه مردمی داشتن، هر طور شده از اون چپترین چپش کمونیستش گرفته تا مجاهدش گرفته مدیح سرای خمینی بودن، همهشون همه توی مردم میلیونی تو خیابون بودن، به علاوه همه گروه های سیاسی و علاوه خود مردم اجسای خمینی برمیداشتن. خمینی هم چون تو پاریس بود نه فستیوال ویلپن داشت، نه جشن و جشنواره ها با دعوت آمریکایی ها و اروپایی ها و اینها داشت، نه افطار میداد مثل خانم رجوی داد که دعوت بکنه عرب ها رو، خارجی ها رو، نمیدونم رهبران مسلمان فرانسه و اینها رو، که یه دونه هم فقط یه ایرانی بود، اونم آدم خودشون، از این کارها نمی کرد، نه هم چشم آمریکا می دوخت، نه نیاز نداشت. یا مصر و تونس رو می بینیم، اونجا هایی که انقلاب های مردمی، رهبران مردمی به حکومت رسیدن، به هر حال دموکراسی ادعا داشتن، مردمی داشتن، با قیام مردم خودشون رسیدن به حکومت بدون دخالت بیگانه، بدون اینکه بیگانه بخواد کشورشون اشغال کنه. اینها اون موقعی که واقعا یه کشوری تونست در یه حزبی، گروهی، جریانی تونست محبوبیت مردمی جذب کنه، جلب کنه، محبوبیت مردمی به دست بیاره، خواست و اراده و طلب مردمی رو به دست بیاره، جلب کنه، اون موقع مردم دنیا و سیاست های بین المللی، جامعه جهانی هم میره پشت اون. بعض باید میگن آی میدونم قدرت خمینی نمیدونم شاه و توی اون جزیره گوادالوپ تصمیم گرفتن بردن، آی اینا رو خارجی ها آوردن، خمینی ها، خب اینا رو چه آوردن؟ وقتی که مردم قیام کرده بودن، اینا پشت سر مردم بودن، دیدن مردم میرن تصمیم چون اینه، این قدرت‌های خارجی که اگر تو ادعای واقعا مردمی بودن داری، این قدرت‌های خارجی که باید تابع تو باشن، دنبال رو تو باشن، به تو التماس کنن، این که وقتی که برعکس میشه، یک گروهی دنبال رو همش امیدش به کمک خارجیه، به پشتیبانی خارجیه، اونم ابرقدرت‌های استعماری، امپریالیست‌هایی که خودش قبلاً زدشون بود و شعارهای زد امپریالیستی میداد و همه ما رو با همین شعارها آوردن و اومدیم پشت سر این گروه، این بیاد به چرخه و دست به دامن اونها بشه و ذلیلانه بیاد بگه آی تغییر رژیم، آی تغییر رژیم، تو چه آخه واقعا ادعا داشتی من سرنگون میکنم، سال سرنگونی، 30 سال تغییر رژیم، الان میگه سرنگونی نمیگه، در روبرو خارج تغییر رژیم میگه، بیشتر چون دیگه شونت و اینها رو گل داده که بذاره کنار، کمتر شعار سرنگونی میگه، تغییر رژیم. خب الان شما شماره 2 رو باز کنید، میگه که سیاست تغییر رفتار در خدمت تغییر رژیم، این مقاله سازمان مجاهدینه، چون توی سایت های مجاهدین درج شده، تغییر رفتار چی میگه؟ بله در خدمت تغییر رژیم، یعنی کاملا از آمریکا امیدواره که بره تغییر رژیم، در حالی که همین وزیر خارجه آمریکا که 12 تا خواسته داشت از ایران و چیز داشت، صحبتش کرد و شروطش رو گذاشت و اینها برای اعمال تحریم ها، یا شروط برای عدم اعمال تحریم ها، اینها اصلا حتی میگن گفته بوده، من شنیدم گفته بوده ما هدفمون تغییر رژیم نیست، حالا میگن ترجمه نکردن و الان هم جسته گرفته همه جا، خود ترامپ دولتش میگن که هدف ما تغییر رژیم نیست، خود جان بولتون هم گفته بود هدف ما تغییر رژیم نیست. خب اینا که رژیم تغییر چه کسی اینا امیدوار بستن که بعد تغییر رژیم اینا میخوان تغییر، تو چه همش خودت میخواستی تغییر رژیم، همیشه میگفتی راه حل سوم، نه خیر، یعنی فقط به ما اسلحه بدین، فقط سلاح ما رو بدین، ما رو حمایت کنید،
بریم راه ما رو باز کنید. اینا همران قبلن که لیست تروریستی بودن، ما توی اشرف بودیم، همش میگفتن راهبندان ما میخواییم فقط این راهبندان برداریم، یعنی ما رو از لیست تروریستی خارج کنید دیگه میریم ایران، همین تمام میشه. حالا که 10 سال چقدرش آمریکا برداشته، 15 سال چه اروپا برداشته، دیگه اصلا لیست تروریستی نیست دیگه. بازم چی میگن؟ میگه نه خیر، به ما اصله بدیم ما رو شما ببرید، اول شما حمله کنید و آماده کنید و ما ببریم. از زبان حال این فرقه همینه. الان واقعا مثلا ما یادمه چه دولت ها، قدرت ها، نیروهای خارجی، جامعه جهانی که به اصلا ربطی نداره، توجه نمی کنه که این به چی کسی رو به قدرت برسونه یا مسائل داخلی کشور قانونن و رسمن به اونا ربطی نداره، هر کشوری رو مردمش تصمیم می گیرن. تغییر رژیم دست مردم ایرانه و اگر هر گونه تغییر تحولی در داخل قدرت در داخل ایران بشه، مردم ایران تصمیم خواهند گرفت رسمن و قانونن. و از لحاظ بین‌المللی حق مردم ایران تغییر رژیم، تغییر نظام و هر نوع تغییر تحولی در داخل ایران. این چه هر کشوری، هر دولتی، هر ابرقدرتی با کشوری که منافعی داره براش میره معاملات میکنه، میره قرارداد میبنده، خب شرط شروط میذاره برای همون قرارداد در اون چارچوب. یه به آویزون شدن و یا محکوم کردن آی چرا رفتی ایران، چرا معامله کردی، خب این چه خب اون بر میجرده به تو، میگه خب به من چی، تو چه میگی پیشگام مردمم و تنها آلترناتیو مردمم و رئیس جمهور تعیین کردم، خب بفرمان بری سرنگون کن با مردمت و تو قدرت برس، من با تو معامله کنم، با تو قرارداد ببندم هر جور میخوای. این چه من یادمه در چیز بغداد بودیم، دارم روابط خارجی که بودم سالهای 70 و چند بود یادم نیست، این ماندلا رئیس جمهور آفریقای جنوبی بود اون موقع، رفته بود ایران، رفته بود خب طبق تشریفات قانونی، این یه شخصیت محبوب جهانی بود و هست، الان بعد از مرگش هم الان محبوب همه جای دنیا، خب مبارز بزرگ علیه نجات پرستی بود، سالی 20 سال زندان بود و اینا و مبارزه کرد با حمایت و پشتیبانی مردم خودش به قدرت رسید و رسیده بود. این فقط چون رفته بود ایران و اونم که سمبول رژیم هم خمینیه، بعد قبر خمینی مرده بود گل گذاشته بود، دیگه فحشی نبود چه به این نجن آقا، اصلا بند کرده بودن به این چه شورای ملی مقاومت نامه نوشت بود، خیلی با بی احترامی، خیلی توهین، اینها که اصلا شما نانو به نقض حقوق بشر میکنید، رژیم رو چرا میرید و چرا معامله میکنید و این دولت رو. آقا من خودم اونجا بچه بودم، آقا جون آقا ماندلا به ماندلا چه رفتی داره، این که هر مثلا چی بدون اعدام شده، چی رو اعدام کرده، چی نقض حقوق بشر کرده، به این رفتی نداره چه معاملات خودش اون برمیجرده به تو، میگه خب برو بفرمه شما به حکومت برس، من بیام پیش شما برای شما پول بزنم. این چه پشتگاه عرفات میرم اون یکی میرم هرچی میرم پشت میدادن، توهین میکردن، انواع و اقسام و پارا عرفات چه اصلا برای ازدواجش هم پشت دادن، بودن آقای مسعود رضوی طلاق چیز در مرگم رجوی طلاق داره، یه چیز خب که بعد از طلاق چه رمزد مسعود ازدواج کرد، اون وقوع ازدواج مجاز بود، بعد همه از هم طلاق بجیدن، از 8 به بعد دیگه انگار طلاق تو دنیا هم ازدواج تو دنیا هم نامشروع شده بود، عرفات ازدواج کرد اون خوش میدادن که این سر ازدواج کرد و بلان و دنیا طلب شده و اینا یارشون همیشه فقط خودشون هست، این چه منافع خودشون، تن خودشون شکست بیرد تو چه شکست کردی نتونستی با همه شعر و شعرات انبوه زبانان دنبال خود چشوندی و از بین بردی، ریختی به کام دشمنشون، تو خودت برنامهات غلط بود، حالا میای طلبکار میشی از این و اون به خود امید و آویزون شدن به دامن این و اون چه تغییر رژیم و اینها رو خواهش میکنی.
این اون وستن هم همین الان مثلا همین توی ویلپن میخوان این جوان برگزار کنن. همش میبینیم چه خواهیم دید، چه اروپایی ها و امریکایی ها، اون هم چه حالا تغییر چه ورزام روش اصلا اروپایی ها قبول دارن دیگه، کامل نمیتونن زیاد آویزون بشن اروپایی ها، این فقط امریکاست و امیدشون باز به جلان بولتون و جولیانی هم چه مقام رسمی رسیدن بعید بیان، اصلا از همین ناوی های خودشون باز میارن و انبوهی هم دانشجوهای لهستانی و اروپای شرقی و عرب و افغانی و اینها میان به صندلی های ملت ایرانی ایرانی های خارج رو پر کنن، که هر سال واقعا نمایش انزوای این فرقه در میان حتی ایرانیان اپوزیسیون ایرانیان خارج کشور، که باز همین نمایش رو بذارن که خواهیم دید که چه نتیجه خواهد داد. و مثل همه ساله البته امید داشته دیگه با این تغییر موضع آمریکا و روز از برزام و این تحریم ها امید داشته بیان نرجم در زویر دعوت کنن به آمریکا، چه دیگه صورت نجره و جه میگوهدن که الان باید انزام میدادن، الان دارن آماده میشن و شعر و شعار و تبلیغاتشون تو آجهی هاشون میزنن و اینها، چه همین فرانسه هست و سی جوان هست دیگه، امیدشون با امریکا رفتن دیگه برباد رفته، چون مسلمه که این هرگز تا تغییر رژیم بخواد هدف نشه هیچ وقت مریم رضوی رئیس، حتی تغییر رژیم هم هدف بشه مریم رضوی رئیس دعوت نمی کنن، نمی تونه که امریکا کسی را چه رهبر یک گروهی است که امریکایی کشته، شعارهای ضد امریکایی سودای ضد امریکایی داره چه نمی تونه دعوت کنه. این چه موهومات بود که از مریم رضوی هم حدود دهه 70 هم چه اوایل دهه 72 که اومد فرانسه هم امیدش این بود که بره آمریکا دعوت کنه، چه نکردند و برگشت به اشرف. حالا آجایی جالب بود، آجایی همین ویلپنشون رو دیدم به اصطلاح شوه مریم رضوی در سی جوان امسال رو به عربیش رو من دیدم، حالا تمام روی چیزای آجایی های عربیشون گذاشتن کانون های شورشی به جای ارتش آزادی بخش دیگه الان نمی جن، چون نمیتونن به جن زیش رو تحریر دیگه جیش آخه جیش ارتش تو عربی حداقل عربیشون چون نیست، فارسی جن من زیاد مطرح نمی کنن، حتی رئیس جمهور مریم رضوی هم الان زیاد نمی جن، تا تمام مراسمشون همین افطار با رمضان چندین جا که من مراسمشون بود همه جا نوشتن فقط مریم رضوی دیگه، حتی روشون نمیشه دیگه به جن رئیس جمهور مقاومت. بعدم چند جا هم که اصلا ارتش آزاد وقت دیگه نمیجن، میگن کانون های شورشی، حالا کانون های شورشی چیه موهومه، یه چیز توهمی چرمه درست کردن، هرچند یه بار عکس مریم رضوی مریم سورزوی میسسبونن دیواری یه عکس میگیرن که حتی توی آلبانی هم میتونن این کار کنن، ما که توی بغداد میدیدیم، من خودم توی پایگاه بدی بودم تو دیوار مینوشتن شعار مینوشتن عکس برمی داشتن، از همین کارا که میتونن بکنن دیگه کانون شورشی. حالا این اومدن عربیش هم نوشتن معاقل الاسیان، که اصلا هیچ عربی نمیفهمه، شما الان گوگل بزنی فقط توی اطلاعی های مجاهدینه، هیچ عربی نمیفهمه، قانون های جورچی این نیست، چلا من درستشو نمیجم که یاد بگیرن، معاقل الاسیان یعنی پرند مخفیگاه های مثلا شورش، مثلا معنی نداره خودشون. من این موضوع برزام در از این نظر گفتم، یعنی همین الان توی همین لینجیگش هم باز کنید نوشتن آویختن به برزام اروپایی با چه نتیجه ای، این مثلا یعنی دیجا برزام شده اروپایی، اینقدر درشت قدای مقالات می نویسن تیترها می نویسن چه بله دیجا، امید فقط اینه، قدیم که تیترها عملیاتشون بود و ارتش آزادی بخش و خودشون بود و مقاومت بود و مردم بود و اوائل دهه، الان دیجا شده تیترها و خبرها و اخبارشون آمریکا و موازه و آمریکا در قبال ایران. بله بریم روی موضوع دوم. بله دوستان خیلی خوش آمدید به فیسبوک، مخصوصا خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس نوشتن که مجبور هستند بگویند هدف تغییر رژیم نیست، بدین علت که ایران کارهای احمقانه انجام ندهد، هر دیوانه ای می داند که برنامه ترامپ فقط سرنگونی نظام هست. اتفاقا من با شما مخالفم خانم دکتر جیلانی، چون اگه نگاه کنید
ترامپ با یک هارت و پورت زیادی آمد جلو، ولی یکی یکی میبینیم که حالا بهش گفتن اینجورم که تو فکر میکنی نیست و به همین سادگی نمیتونی قدرت ها رو به اصطلاح حکومت ها رو عوض کنی، لشکرکشی کنی. آمریکا باورتون میشه که الان در 134 تا جنگ شرکت داره؟ من لینکش رو گذاشتم، برید نگاه کنید. در صد ممنونم از دوستان. یکی از دوستان به نام آقای خلیلپور نوشته اینقدر که آقای سوربین نگران به قدرت رسیدن مجاهدین در ایران هست، جمهوری اسلامی نگران نیست. من خیلی متاسفم که برداشت شما از تلویزیون مردم بعد از این همه سال اینه و هنوز متوجه نشدید. البته خب برای کسی که به جای عکس خودش رو فیسبوک عکس ماشین میذاره و اینها، بیشتر از اینم انتظار ندارم. قبلا هم من با شما یکی دو بار کلکل کردم، ولی دوست عزیز ما گفتیم شما طرفدار مجاهدین هستین، خب بیان صحبت کنید بعد ببینید مردم با شما چه کار میکنن. آقای حسین نجات قشنگ گفت و آقا شما اگه میگین نیروهای شورشی در ایران دارید چنین و چنان، خب بلند شید برید ایران دیگه. اولا اون کسی که این اسم کانون شورشی رو گذاشته به نظر من آدم احمقی بوده، چون وقتی میخوان یه چیزی رو به صورت منفی استفاده کنن این کلمه شورش رو میذارن، یعنی افرادی که تحت هیچ قانونی نیستن و شورش و بلوا ایجاد میکنن، و الا کلمه تظاهرات، اعتصاب، انقلاب اینا رو استفاده میکنن برای مردمی که میخوان حق و حقوق خودشونو بگیرن. در صورت از همه ممنونم. این همشهری من میگه که صدا قطع وصل میشه و خوب به گوش نمیرسه. دوست عزیز سعی کن اینترنتتو خاموش روشن کنی و تمام چیزای دیگه‌ای که وصل هست به اینترنت اونها رو قطع کنی و این برنامه رو نگاه کنی. بعضی وقتا ما به جای اینکه وسایل خودمون رو درست کنیم اول به دیگران گیر میدیم. آقای فکر کنم آقای راستگو باشه از کانون آوا نوشته کی مجبوره، نظرش رو داره میگه. من فکر کنم آقای راستگو شما درست متوجه نشدید که خانم جیلانی منظورشون از مجاهدین و ترامپ هست. ضمناً خانم جیلانی نوشتن متاسفم برای ایران، و آقای راستین نوشته یکی از بزرگترین تشییع جنازه های جهان تشییع جنازه آیت الله خمینی بود که اصلا من ربطش رو با برنامه امروز نمیدونم. با آقای کرمی خوش آمد میگم، ایشون گفته با سلام خدمت شما آقای سوربی و مهمان شما آقای حسین نژاد، منم به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم. و آقای حسین نژاد اگه درباره این موضوعاتی که گفتم صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه بریم سراغ تاپیک یا موضوع دوم. بله، با درود بر دوستان. همین اسیان گفتین که همین شورش بله اینا در عربیش هم اسیان گذاشتن که کاملا چیز منفیه، اصلا اینا از وقتی که اصولا انقلاب هستن از ها میگن و یا در غیرت روزا جنبش و اینها هست در فارسیش، این چه درست نیست. و یکی همین چه دوستان گفتن از مزور کار اومدن بیش از رژیم نگرانی، اصلا مطلقا رژیم نگرانه روی کار اومدن مجاهدین نیست، یعنی مطلقا میدونه چه چیزی این امکان نداره. اصلا نه رژیم، شما از هر مسافری که از ایران میاد ضد رژیم هم هست، کاملا مخالف رژیم حاکمه. از هر مسافری من پرسیدم، من دیدم، هر ایرانی دیدم ایران میاد مطلقا از نمیخوان مجاهدین اونجا بیان رو کار بیان. اونایی که میشناسن حتی قدیمیان یا مثلا میشناسن مجاهدین رو اصلا متنفر هستن، خیلی هم بیزارن از اینها. و حتی من افرادی برخورد کردم بسیارم ضد رژیم، میگن اگر ما بدونیم آمریکا میخواد اینا رو بیاره یا اینا میان حکومت، ما از این رژیم با همه سرکوبگری حمایت میکنیم، کاملا میریم پشت این رژیم، ما بسیار این رژیم ترجیح میدیم به مجاهدین. اینقدر شنیدن جنایت ها و خیانت هاشون رو، مخصوصا رفتن با صدام و اینها، میدونن که چسی چسی این حرکت هایی رو از اون ازدواج طلاق ها تا سرکوب داخلیش افشاری چه جری هایی چه جدا شده ها کردن، از درجه یه چه شمن رفتن به صدام، بمباران مردم ایران چه میدونستم میگفتم مجاهدین هم اونجا با صدام همکاری میکنن، اصلا یه مطلقا پایگاهی ندارن که هیچ، بیزارن و متنفر هستن مردم به صد باران رژیم رو به اونا ترجیح میدن. اگه قرار باشه مجاهدین خود مردم ایران میان، نه اینکه رژیم که با اونجا مردم ایران خوبم میشناسه، خوبم میدونه چه بعض فضای ایران چی هست، مردم چی میکنن،
برای همین هیچ نگرانی نداره خود رژیم چه اینقدر بیان سر کار. برای همین هم تمام این قیام مردمی رو، تظاهرات مردمی، جنبش ها، حرکت های اعتراضی رو خود رژیم دو تا فقط، یه چی رژیم نسبت میده به مجاهدین، میگه مجاهدین هم یه چی هم خود مجاهدین، بله هیچ چیز نمیگه، نه مردم شعارهای دیگه میدن به نفع کسای دیگه میدن، رژیم برای این میگه مجاهدین چه، مردم دور از دور این افرادی که تظاهرات رو پراکنده بشن یا نرن تو تظاهرات، این مال مجاهدین، یا بتونی سرکوب کنه، به بهانه سرکوب ایجاد بکنه چی، یا اینا تروریستان ترور کردن فلان، و بعد اینا به هوادارای مجاهدین هم بیاد بتونه سرکوبشو توضیح کنه پیش مردم، این کاملا واضحه، هیچ گونه نگرانی نداره. بسیار ممنونم. موضوع دومی که در پوستر برنامه امروز نوشته شده بود این هست که گزارشی از شرکت هیئت‌های بزرگ از جدا شدگان فرقه رجوی در کنفرانس‌های اخیر پارلمان اروپا در مورد خطرات حضور فرقه رجوی در آلبانی. دیدم که شما یک ایمیلی هم فرستاده بودید راجع به اون وبسایتی که مجاهدین برای از طرف عرب‌ها یعنی درست کردن، ولی خیلی قشنگ توضیح داده بودید که اصلا نوشته های این معلومه که از فارسی به عربی ترجمه شده، مخصوصا چون خود شما مترجم بودید و این کار رو قبلا میکردید، حتی چندین بار به اینها گفته بودید که این چیزی که شما میگید و مینویسید چیزی نیست که عربها میگن و مینویسن. و سوال اینه که اگر اینها به نام مجاهدین افتخار میکنن، اگه باور دارن، دیگه چرا اسمای مختلف درست میکنن، چرا سایت های مختلف درست میکنن؟ اینو بارها از آقای غلام ترشیزی، آقای فیلابی اینها سوال کردم و هیچ کدوم متاسفانه جواب نمیدن. هر روز به اصطلاح در نقشی ظاهر میشن، ولی میبینن که مردم تا میفهمن این همون مجاهدینه، دفعه دیگه نمیتونن با اون اسم بیان و مجبورن یه سازمان جدید، یه شرکت جدید، یه سایت جدید درست کنن. من ساکت میشن، شما درباره شرکت هیئت‌های بزرگی از جدا شدگان فرقه رجوی در کنفرانس های اخیر پارلمان اروپا در مورد خطرات حضور فرقه رجوی در آلبانی صحبت کنید. یه گزارشی هم بود راجع به پلیس آمریکا، پلیس آلبانی و حضور مجاهدین، که اونم اگه بعداً لطف کنید لینکش رو یکی از دوستان زیر همین برنامه فیسبوک بذاره من ممنون میشم. بفرمایید آقای حسین. بله، همزمان با صحبت من میتونید همین لینجای شماره های 3 و 4 رو نشون بدید که حضور هیئت های بزرگی از جدا شدگان فرقه رجوی، از جدا شدگان مجاهدین، از جمله من خودم بودم در اولیش که رفتیم در به کنفرانس پولشویی و تأمین مالی تروریستا در جهان شرکت کردیم که موضوعش بود، یک کنفرانس بود در پارلمان اروپا، و اونجا که در روز ده همین ماه قبل همین می بود، چیز نوامبر بود، البته بعد ماه نوامبر ما رفتیم، ماه آوریل ببخشید، ماه آوریل ما رفتیم اونجا، تأمین مالی تروریست ها بود، چه مبارزه، یعنی مبارزه با تأمین مالی تروریست ها بود، منابع مبارزه با منابع مالی تروریست ها بود. آقای رضا صادقی صحبت کردن، چون خوب انگلیسی بلده، در اونجا به شکل سوال مطرح کردن و سخنرانی کردن که در همین لینج اول که باز کنید، اونجا لینجاش هست دوستان در پیوند راهی میتونن ببینن، لینج هم یوتیوبش هست، گذاشتیم سخنرانی آقای رضا صادقی از جدا شدگان مجاهدین، از مسئولان سابق مجاهدین در آمریکا و در اروپا و در اشرف، همچنین شون سخنرانی کردن که گذاشتیم، سوال کردن که از خود مسئولین پارلمان اروپا که با حضور نمایندگان پارلمان اروپا بود، که این گروهی که این همه از صدام و از شورای منطقه پول گرفته و این اموال از منابع عربستان و خلیج و اینها رو که تأمین کرده پولها و هزینه هاشو و آورده اینها رو سرمایه گذاری کرده در شرکت های بزرگ اروپایی و کشورهای عربی و انواع شرکت ها و انواع وسایل مثل موبایل و حتی
ها و تلویزیون ها و فرودگاه ها و اینها سرمایه گذاری کرده در دنیا، اینها رو برای انجام چه اعمالی و چه کارهایی به کار برده و به کار میخواد ببره، این چه با سابقه های سابقه اعمال تروریستی در ایران و عراق و چه حتی با اطلاعی های خودش و افتخار خودش چه به این کار را افتخار میکرد، حالا البته تا ضد خشونت و ضد اعدام شده کارش هم میشه اعدام و ترور، خودش هم اعدام خشونت و اینها میکرده. این گروهی چه سالیان سال توسط اروپا و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته شده بود، خب این پولها رو میاره حتی در همین پارلمان اروپا برای خودش لابی میخره. این اگر این گروه تروریستی چطور این منابع مالی است، ولی چه حتی اینا که به وسیله دادگاه از لیست تروریستی خارج شدن ولی دولت ها خودشون هنوز نظرشون رو عوض نکردن. یک بار من یادم سخنگوی دولت انگلستان گفت هرچند دادگاه رای داده اینها وکیل گرفتن به هر حال پیروز شدن تو دادگاه رای داده اینا تروریست نیستن، ولی دولت انگلستان نظر خودشو داره. دولت فرانسه هم که رسما با هر چند سال، سال 2014 سال 2016 هر دو سال یه بار اطلاعیه میده بر رابطه با گروه ها و فرقه ها، هر سال دولت فرانسه اعلام میکنه که ما این سازمان و مجاهدین رو به عنوان یک فرقه تروریستی میشناسیم، خود دولت نظرش اینه و یک فرقه هست و ما هم اعلام میکنیم که سازمان مجاهدین در خاک فرانسه وجود نداره، ما به رسمیت نمیشناسیم به عنوان سازمان مجاهدین، هر چیز از افرادی هستن که بجنگ مجاهدین به عنوان پناهنده هستن و این رو همه مطبوعات و تحلیلگرا رسانه خود موضع‌گیری رسمی وزارت خارجه و سایت وزارت خارجه هم هست که ما بارها نشون دادیم و توی لینکش هم هست که ما این رو به عنوان یک فرقه میشناسیم. اینی که اونجا اینا رو مطرح کردن و مطرح شد، در جوابش خود مسئول کنفرانس از مسئولین پارلمان اروپا بود، گفت این موضوع باید تحقیق بشه و شون اینا کجاها سرمایه گذاری میکنن، یک گروهی چه سازمانی چه رسمیتی نداره در اروپا حق نداره چه سرمایه گذاری کنه و ما این کار پلیسه و ما چه باید تحقیق کنه بررسی کنه و اگر اروپا دولت های اروپا کشورهای مربوطه به این نتیجه برسن و چین حتمی است و منابعش رو پیدا بکنن حتما باید با اون ها مبارزه بکنن. دیگه کنفرانس دوم هم که دوستان اخیراً از دوستان از آلمان رفته بودن اخیراً به کنفرانسی در مورد پناهندگان که اونجا هم آقای آقای همون رضا صادقی اونجا هم سخنرانی کردن در رابطه با چه سوال کردن چه چطور می شود 2000 نفر را که تا سال 2014 در لیست تروریستی بودن سازمان ملل از عراق آورده به آلبانی، اونجا دوباره در یک کمپ نظامی مستقر کرده و با خانواده هایشان نمیتونن ملاقات کنن و این چه ضد حقوق بشر. این کنفرانسی که دوستان آلمان بودن و آقای رضا صادقی جبیلی اونجا سخنرانی کرده، این کنفرانس دوم که میگم این موضوعش پناهندگان بود که موضوع اجازه ندادن به خانواده هاییم، اگه اینا پناهنده هن اونجا چرا نمیتونن با خانواده هاشون دیدار کنن و کابل از دنیای بیرون قطعا رابطه شون قطعه، بیش از 30 سال از عزیزانشان خانواده‌هاشون بیخبرن، ملاقات ممنوعه. از شما خواهشمندم برای انجام دیدارشان با خانواده‌هاشان اقدام کنید. این سازمان نه تنها یک تهدید برای آلمانی بلکه یک تهدید جدی برای آینده اروپاست و با توجه به تجربه عملیات تروریستی 11 سپتامبر سیاست دشمن من دوست من است دیگر واقعی نیست، در حقیقت دشمن من کابوس ما خواهد بود. چون این در حقیقت هیچ واقعا نباشه از لحاظ نقض حقوق بشر یکی، یعنی در قلب اروپا 2000 نفر رو از دنیای بیرون قطع کرده. آخه نه اینترنت 2000 خب کجا تو کجای دنیای امروز هستن، سراسر دنیا سابقه اصلا کجا عقب مونده ترین کشورها بری الان جنگل‌های آفریقا هم بری و ارتباط اینترنتی هست، ارتباط با دنیای بیرون هست، نه وسط اروپا اومده آقا
2090 بدون ارتباط تلفنی اینترنتی هیچ خانواده نمیتونه تماس بگیره، نه ایمیل دارن نه اینترنت دارن نه تلفن دارن حتی، نه نامه میشه اومد بهشون فرستاد. یک زندان بزرگی یک گروهی درست کنه در وسط اروپا، این خطر نه برای حقوق بشر نیست، این خطر برای قوانین اروپا نیست. اینها رو دوستان اونجا مطرح کردن، وجود اینها رو در آلمانی به این شکل برخلاف قوانین بین المللی، این یه نوع تروریست در حقیقت. بله، بعد گفتن که رهبر همین سازمان مریم رجوی به همین پارلمان می آید و در رابطه با حقوق بشر صحبت می کند. لطفا دفعه بعد که آمد از ایشان در این رابطه سوال کنید. آقای رضا صادقی گفتن در همین پارلمان اروپا، در همین کنفرانس پناهندگان در پارلمان اروپا در بروکسل، همچنون هم 2000 نفر به همین شکل در آلبانی در اسارت است. از شما تقاضا می کنم با فرستادن هیئتی به آلبانی این موضوع را مورد بررسی قرار بدهید. برای این یک گزارشی بود که میتونن مشروعش میتونین در سایت های ما از جمله پیوند رهایی که الان من نشون دادم شما اینجا دوستان بخونن و پیگیری بکنن. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدید سلام کنم به آقای موثقی. ایشون نوشتن که فرقه رجوی در پرشویی استاد هست و گفتن که من خودم در کنفرانس 24 می شرکت داشتم. باز یه جا نوشتن که این فرقه تروریستی این همه دلار از کجا میاره خرج میکنه، از کجا میاره هر ساله این همه مهمان در برنامه های مختلف دعوت میکنه، آیا خزانه داری آمریکا در اختیارش میگذارد؟ آقای کرمی نوشتن که در دنیای آزاد هر کس آزاد هست. ایشون جواب داده به آقای حسین خلیلپور، در دنیای آزاد هر کس آزاد است نظرش را بیان کند. در ثانی چرا به شما برخورده که آقای سوربی از مجاهدین انتقاد میکنند یا موضوعی میگوید باید به شما شک کرد چون شهامت این را نداره؟ نه اجازه بدید به هم حمله نکنید. بعد یه جای دیگه دیدم باز فکر آقای موثقی نوشته بود که برای سازمان مجاهدین، ایشون نوشته که بیننده محترم، هرگز بدون دلیل برای فرقه تروریستی رجوی یقه‌درانی نکنید یا یقه خود را پاره نکنید. اجازه بدید من بگم اتفاقا من برعکس شما باور دارم که این دوستان به غیر از اینکه یقه خودشون را پاره میکنن، اجازه بدید برن خودسوزی کنن، برن اصلا به طرف سازمان مجاهدین. ما این برنامه رو یه جوری هم بذاریم برای تبلیغ، اونایی که دیگه واقعا بعد از شنیدن این همه قصه زندگی حقیقی این دوستان هنوز باور ندارن، برن آقا به سازمان مجاهدین بپیوندن، سازمان رو قوی کنن، فردا برن ایران. ما این چشممون از اون چشممون روشنتره چون میدونیم که ایران چه بلایی به سر اینا میارن. مردم، یک نفر از ایران اومده بود من از پرسیدم آقای رضا پهلوی سازمان مجاهدین، گفت آقای سوربی به خدا هر وقت کوچکترین اتفاقی میفته تلویزیون آخوندا ور میداره خیانتایی رو که اینها انجام دادن، مخصوصا سازمان مجاهدین، مخصوصا اون آتش گفتن خانم رجوی، اینا رو نشون میده و میگه مردم تا 2-3 روز توی مهمونی ها توی دیدار با همدیگه و اینها فوش میدن به اینا. در هر صورت من فکر میکنم اون آقا دروغ گفته. آقای خلیلپور شما درست میگید، سازمان مجاهدین سازمان بسیار خوبی هست، در 40 سال گذشته هر سال گفته سال آخره و حرف مرد یکیه، شما برین بهشون بپیوندید و هرچه زودتر تشریف ببرید به ایران، چون مردم برای شما فرش قرمز که نه ولی فرش انداختن، بعدا نمیدونم شاید با خون شماها قرمز بشه. این هم از این ماجرا. خب آقای حسین نژاد بگید ببینیم که این افتضاح سفره افطار مریم در اوورسورواز و جالبه دیگه، این هم یه روز جشن میگیرن یه روز افطاری میدن یه روز اون جولیانی و افراد دیوانه جنگجوی دیگه یا مثل نوت گینگریچ و اینا رو دعوت میکنن، چه پولها میدن چه خرجا میکنن چه مراسم عیش و عشرتی براشون را میندازن که وقتی خود مجاهدین با خبر بشن امیدوارم به رگ غیرتشون بر بخوره. درباره این مسئله افطار و اینها بگید و اگر لینکی در این باره هست شماره شما من بگید تا نشون بده. بگم که چی اون کنفرانس اولی چی در مورد دوشویی و منابع مالی تروستا بود، ما رفته بودیم، تاریخش اشتباه گفتم آوریل نبود، 17 ماه می بود که بعد از اونم 24 ماه می هم که دوستان از آلمان رفته بودن
یکی اینو تذکر خواستم بدم، یکی همون سوالی که اولی که شما از خانم جیلانی بهیه جیلانی گفتین در رابطه با تغییر رژیم، بگم که اینا چه منظورشون مطلقا تغییر رژیم به معنی در حقیقت حمله نظامی ظاهرا میگن نیست، اینا که معلومه قصدشون تغییر رژیم از تحریم ها و اینا، خیلی هم خودشون میاد جا تغییر بده، میخوان فشار بیارن چه مثلا داخل ایران جوری بشه تغییر بکنه اوضاع به هم بریزه چه خوب تغییر رژیم بشه، هدفشون مسلم تغییر رژیم، ولی هرگز نظامی نمی کنن و هدفشون نظامی نیست و مطلقا بعد از اینم چون من یادم رفت اونجا بجم در تجربه، با توجه به تجربه عراق و افغانستان امکان نداره، من نظرم اینه که اینها وارد یک ریسک نظامی دیگه بشن. بله، اما این موضوع الان موضوع سوم که خوندین میخوام مطرح کنم، واقعا افتضاح بود سفره افطاری که اول ماه رمضان مریم گذر در اوبرسورباز بر طبق سنت سنواتی طبق معمول سنواتیش هر سال اینو دو قبلا می برد توی سالون، چند سال تا چند سال پیش همیشه در یکی از سالونهای پاریس اجاره می کرد اونجا وسط مسلمان ها و اینا و عرب ها بیان و مسلمان ها بیان دعوت می کرد، من حتی یادم چند سال پیش رابطه های پناهندگان بودم تو پاریس، اونجا عرب ها اومدن به من گفتن بعد این 50 یورو به ما دادن، یه نفر فرستاده بودن اونجا اینها رو جمع کرده بود و گفته بود 50 یورو میدیم بیاید اینجا هم افطار بخورید و هم شعار بدید و اینا چه مسلمان و عربا زیاد بشه، اینقدر خوشحالی میکردن ولی در این حال هم به خود من بیجم اینجا پشت رو میدادن و خیلی هم ضدشون بودن و تو اینا سنی بودن و ضد اینها بودن و گفتن اصلا نمیفهمیدیم چی میگن، فقط رد عربیشون هم نمیفهمیدیم، گوشی گذاشته بودیم گوشون، فقط میدیدیم که اینا بلند میشن دست میزنن شعار میدن، ما هم بلند میشدیم دست میزنن شعار میدادیم، از این عربا جمع میکرد، ولی امسال اومدن دیگه اون پایگاه رو ندارن، اون رو رو ندارن اصلا، با تحولات جدیدی چه تو ایران و تو اپوزیسیون ایران و خارجه هست دیگه مطلقا و دیگه دستشون هم خونده شده، این اومدن دیگه توی خود اوبرسورباز مگر مریم نجفی جمع کردن ایده از افراد همیشگیشون و چه پای ثابت سفره‌های افطارشون بود به قول که من اینجا گفتم واقعا سفره خارنش ثابتشونن، من چند تا از مسئولین انجمنهای از مسلمانهای فرانسه و گروه‌های اسلامی و اینها که اونم افراد خاصی چی هستن، نه مقامی هستن نه شهرتی دارن، هر کدوم یه تشکلی از مسلمان ها درست کردن، یه قرآن خونم داشتن اومد اونجا قرآن خون، اینها رو جمع کردن با چند تا آدم و شخصیت هایی که به اصطلاح شخصیت هایی که فقط در رابطه با مریم رجوی و فعالیت برای فرقه رجوی معروفن، اصلا هیچ گونه فعالیتی دیگه ای ندارن، مثل همسر سابقه اومدین مثلا یا این آقای احمد غزالی نفس وزیر اسبق الجزایر که مطلقا هیچ گونه فعالیت در تو کشور خودشون هم ندارن، این اصلا اینگاه در پناهنده هن اینجا بیش کنم از فرانسه هم پناهنده شدن به مریم رجعی، فقط مالخور و سفرخور اصطلاح روزی خور این شدن، چون اصلا مقالاتی هم که می‌نویسین آقای غزالی اصلا مطلقا در تو به الجزایر چه حتی مسائل عربی منطقه هم نیست، فقط در هر همین نوشته های فرقه رو چه ترجمه میکنن این آقا امضا میکنه، خیلی از این آقا اومدن، من خودم یه مقاله در این رابطه نوشتم این شماره چیز همین پنج رو باز کنید، مقاله منی در پیوند رهایی چه این مسائلش رو افشا کردم نوشتم، یه چی هم که این الان من در همبستگی همین شو خواهم داد که حتی به قدر افتضاح بود که خود فیلم سخنرانی مریم رجبی و کل سخنرانی ها و فیلم خود جلسه رو خود این مهمانی افطار رو فیلمش رو فقط برای یک روز گذاشتن که من خودم همون روز دیدم، از فرداش دیگه این فیلم رو حذف کردن،
ازم کلن الان زاشم هست، شما شماره 6 راجع باز کنید تو خود سایت همبستگی، سایت از سایت های سازمان مجاهدین زاش خالیه، در تمام سایت های دیگه هم زاش خالیه، یعنی از یوتیوب هست شده، به خود یوتیوب هم میری الان هست، به تو شماره 6 باز کنید میبینین اون ویدیو برفک میزنه، باز میکنید دیگه نیست. من علت هاشو خواهم گفت، بعد تو این مقاله نوشتم، اگر تیتراشو میبینید چه مریم رجبی اینجا با همه سفری، الان این عکسو من از خود فیلمشون برداشتم که خودشونم یه عکس کوچیکی زدن که زیاد روشن نیست، ولی من این خود فیلمش روز اول که بود در یوتیوب بود برداشتم. این سفره تازه مقدماتشه، حالا غذا رو آوردن، حالا غذای اصلی نیومده، ظروفو گذاشتن و چیدن و سفره رنگین افطار و نشستن و اون آقایان حضراتی که انواع غذاها رو دارن و تو خونه شون بهتر از اون رو دارن بخورن، به قول مرحوم دکتر شریعتی همیشه میگفتن سفره های نظری رو که سفره از ابوالفضل میدن و این خانم های ثروتمند تو تهران سفره از ابوالفضل برای کسایی میدن که تو خونه شون بهتر از اون رو دارن بخورن، از اونجا سفره مذهبی، یعنی خب ای فقرا دیگه سنته. همونجا مریم رضوی رفته تو سخنرانیش میگه، الان متن نوشته سخنرانیش هست که من لینکش رو گذاشتم اینجا، مکتوبش هست میگه، ولی خود صوتیش نیست دیگه برداشتن. تو اونجا میگه که حضرت علی افطارش رو به گرسنگان میداد، پیغمبر اسلام میگفت کسی به من ایمان نیاورده کسی که سیر بخوابه در حالی که همسایش گرسنه باشد. خب ببین من از اینا افطاری چه تو میدی برای گرسنگان میدی؟ حالا حرف خودت و خودت نقض میکنی، اونم آدم عادی نیستی، ادعای عادی نیست، میگی رهبر یک ملت هم، رهبر مقاومت ایران و رئیس جمهور ایران هم، اگر این همه که میگی حکومت علیوارش اینه، این خودش ادعاش رو نقض میکنه. حالا بگذاریم که آیات قرآنی میکنه، حدیث هم که میکنه، یا عربی هایی هم که میخونه، هیچ کدوم از این عرب ها و مسلمان ها نمیفهمن، من قطعا میگم چون هیچ میکنن همون فارسیه داره، چون یه وقتی که این دوستای ما مفضل میردن، یادم تو اشرف حتی مقاله که من ترجمه میکردم یا سخنرانی که من متن سخنرانی رو ترجمه میکردم، خود اون موقع من اشرف بودم، متن سخنرانی مریم رضوی رو از قبل آماده میکردم، همین همینجا کلام سخنرانی میکنه، تو همینجا هم متنش نوشته، از روی نوشته میکنه، چون تکیه هاش کاملا معلومه که اینجا بلد نیست، مثلا نزدیکی من اینجا گفتم، اینجا حرفا رو کاملا معلومه که اشتباه میکنه، از روی پرومتری که روبروش گذاشتن میکنه، و هیچ وقت مخصوصا سخنرانی های مذهبی شد به قرآن و آیات اینا مربوطه، برای اینکه اشتباه نکنه از لحاظ تاریخش اینها و موضوع محتواش، هرچه تلفظات اشتباهی در همین، یا میدادن رحمان عباس داوری مینوشت، یا این محمد علی توحیدی و افراد قدیمی مجاهدین چه بلکه قرآنی خوندن، عربی خوندن، سابقه تو اسلام و مطالعات مذهبی دارن، اینا مینوشتن. من خودم اونجا اشرف بودم، رحمان عباس داوری سخنانی مرم رضایی رو برای سفرهای افطارش در پاریس می نوشت، و من اونجا از یه شما قلب عربی ترجمه می کردم که این می اومد اینجا فارسی چیه می خوند، عربیش هم اونجا می خوندن برای یا صاف و تکثیر می کردن برای عرب ها که بدونن چی می جه. ولی اونجا من بعضی وقتا سخنرانی های جدا می کردم، بعضی وقتا این بچه ها به عربی می آمد می رفتم می خوندن، حتی عربیش هم نمی فهمیدم، اینا که بعضی از این سران فرقه چونجا متن نوشته که من خودم ترجمه کردم، متنی که میرفت به خونه از روی نوشته که میخوند، من بعد این دیدم این عرب، من خودم تو اون جلسه بودم تو اشرف، دیدم این اصلا عربا گوش نمی کنن. بعد من یه دفعه چیز کردم، گفتم امتحان کنم بپرسم میرم شما میفهمید، از یه چیز عربا پرسیدم شما میفهمید این چی میگه، بعد من گفت نه چرا ترجمه نمیشه، چرا ترجمه نمی کنم، فکر می کرد این فارسی داره حد میزنه، گفتم نه این داره عربی می کنه، چه اینه جزن این عربی های مریم رضوی نه مخارج حروف داره، نه این همزای قط و وصل و اینا چه خاص جمله خوندن عربیه چه تا عرب بفهمه، اینه چه نمی فهمه. و واقعا یک رسوایی، بزرگترین رسوایی این نظامی برای مریم رضوی و فرقه اش با اون ادعاهاش اینه چه، یا
این چی میگه اسلام و مسلمون ها، اولا که اصلا ایرانی وجود نداره، یه دونه جنها از این همه شخصیت ها جلال جنزی رو آوردن اونجا که میدونم هم به زور فضای خودشون جا آوردن اونجا، من میدونم هر مجاهدی سابق، مجاهد سابق، هر عضو فرقه سابق فرقه خوب میفهمه که اجبار موندن توی فضا چی هست و چگونه نفر اینجا میدانن. این آقا که اصلا از مجاهدین رفته بیرون، دیگه تشکیلات قبلا رده داشت در داخل تشکیلات خود سازمان، دیگه الان صرفا فقط شده عضو شورای ملی مقاومت و به اصطلاح رئیس کمیسیون ادیان و مذاهب، همچنان اون سمت شوراییشون فقط نجه داشته. با این همه مدت ها بود که اصلا ازش خبری نبود، و بعد از این محدودیت هایی که ارتباطاتشو محدود کردن، من یه نامه نوشتم بهش مطرح شد پخش کردیم، حالا آوردن نشون بدن که نه این هست، حالا تو شورا هست به عنوان آخرین نفر، اونم هم همه سخنرانان خارجی سخنرانی میکنن و احمد غزالی و اینا، همه مسلمان های امام جماعت ها و خادم های مسجد ها و امام آدم های مسجد های گوبرسورباز و مسجد های اطراف و همه سخنرانی میکنن، آخرش تازه تو لیست سخنرانان هم آخر جلال جنزی میگن، علی فرد خودشون ها، ایرانی هم تازه مال خودشون، هیچ ایرانی نه شخصیت ایرانی نه چیز ایرانی جا نداره، افراد غیر از افراد عکس برد و فیلم بردار و چند تا صندلی پرکن های افراد خودشون چه نشستن، بله ساختمون ساختن برای خارجیه و یگانه است. و اون هم که در مسئله یکی مسلمان ها امروز در همین مخصوصا همین روز اول ماه رمضان که اینو گذاشته مطرح بود و خبر یکی اخبار دنیا بود، خبر باز کردن سفارت آمریکا در بیت المقدس بود، که آمریکا سفارتش برد به بیت المقدس و فلسطینی ها اعتراض کردن، شورش کردن و یعنی قیام کردن و اعتراض کردن، تظاهرات و اینا که در اثر حمله نیروهای اسرائیلی بسیاری از فلسطینی ها کشته و زخمی شدن. این خبر یک دنیا بود، رسانه ها بود، مخصوصا خبر یک کشورهای اسلامی بود و مسلمان ها بود در همه اروپا، در همه جا موضوع یک مسلمان ها بود اینها. بعد این اومده در همین سفره، دیگه دید چه اشاره نکنه، دیگه خیلی بده، فقط یک اشاره کوتاهی اینجا میکنه میگه ولی متاسفانه بله و تاسف خودمان را از حوادث ناگواری که در فلسطین روی داده در نرسی زمین در ساحل غربی رو دردون و فلسطینی ها در مناطق فلسطینی ها روی داده، الان دولت فلسطین هم نمیگه در مناطق فلسطینی روی حوادث ناگواری روی داده، مطلقا نه محکوم کرد نه هم که گفت اصلا توسط اسرائیل شده، نه اسم اسرائیل بود نه نیروهای اسرائیلی، نه هم موضوع سفارت مطرح کرد، نه هم محکوم کرد حوادث ناگواری، انگار مثلا زلزله شده یا مثلا تصادفی شده. این برخوردشون با مسئله فلسطین، اونم به پیش مسلمان ها، کتاب به مسلمان ها، مسلمه که در اثر این افتضاحات بوده که حتما مسلمان ها چیزی گفتن یا مسائلی شد و خودشون فهمیدن، اینا که دیگه نوارش حتی برداشتن، فقط مکتوبش برای خودشون گذاشتن که من میتونید بیشترش رو درزی به هیچی. هم یه چیزی که من خودم اینجا افشا کردم همین احمد غزالیه که مده چه حامی زرق سفرخوار مریم رجبیه، باید ببینید سایت های الجزاری در رابطه با این چی نوشتن. اولا این آقا که هر سال فقط در رابطه با سازمان مجاهدین مطرح هست، فقط این فرقه رجبی اینو مطرح میکنه، هیچ جای دیگه مطرح نیست. این بعدم به عنوان نخست وزیر سابق، نخست وزیر الجزایر، نخست وزیر سابق، نخست چی بوده سال 91 تا 92، این از جوان 91 تا ژوئیه 92 نخست وزیر الجزایر بود، یک سال، اونم اون چند سال پیش میشه 1991 1992، یک سال بود و این آمده هر سال نخست وزیر الجزایر، نخست وزیر بچ کنم اجا یک روزم بود یه ساعتم بود باز میشه تا آخر عمرش میشه نخست وزیر سابق الجزایر. این هم در همین یک سالش هم کلی جنایت ها کرده، چه من الان توی ویکی‌پدیای عربی من ازش ترجمه کردم نگاه کنید، میگن پرخونترین و سردترین سال الجزایر بود، شورش ها و قیام ها و سرکوب و چند کشکشتار و چند خیلی بیش از چند بود 100,000 نفر بودن
اینها کشته و زخمی شدن در جیری های همون یک سال از جزایر و بر اثر همین هم از جزایر دیگه نمیتونه بره و پناهنده فرانسه است یا مقیم فرانسه است. به هر حال این زاست و هیچ وقت هم نمیره از جزایر، هیچ وقت هم در رابطه با از جزایر به چوه عربی مطلب نمی نویسه. من که اصلا قبول نمی کنم بیاد زایی مطلبش رو در رابطه با چوه عربی یا از جزایر نمطلب بکنه یا صحبت بکنه یا سوکن یا مطلبی چاپ کنه. همش هم تمام مقالات که من دیدم به عربی هم که می نویسه اومد این در رابطه با فرقه رجوی می نویسه و حمایت از مریم رجوی و ملغور کردن و تکرار حرفای اونهاست که عیناً دادن بهش و به کار می بره. از جمله ایشون کردن رئیس یک کمیته و همه کمیته همبستگی عربی اسلامی دفاع از اشرف. بعد دیدن چه دیگه اشرفی به جور نداره، الان کردن کمیته عربی اسلامی دفاع از مقاومت ایران، حمایت از مقاومت ایران، چه خیلی خنده داره چه عربی اسلامی، کدوم عربی اسلامی غیر آقا به اسم آقای احمد غزالی رئیسش. اینقدر فکر میکنه اصلا غیر از خودش هم کسی نیست، افرادش هم معلوم نیست، عربی اسلامی. بعد این چه عربی اسلامی یه سایت داره، این کمیته سایت داره. خب کمیته دیگه از سایتش معلوم میشه دیگه، نوشته انگلیسی اولا بالاش نوشته، از عربیش ننوشته، فقط انگلیسیش نوشته. ما در لینج هم چیز نوشتم در همین لینج هفته میتونید در همبستگی بله من میسید چه لینجشون ازشتم، اگر این لینج در همین داخل مقاله خودم هست، در داخل مقاله پیوند راهایی که همین شماره 5 رو گفتم نشون بدید، داخلش لینجش هست، لینج سایت کمیته همبستگی عربی اسلامی برای دفاع از اشرف. ببین باز کنید اگر اون لینج بیتونستین توی خود داخل مقاله هست، اونجا میگه که چیز انگلیسی بالاش نوشته عربی اسلامی دفاع از اشرف، در حالی جلان اشرف نیست، به فارسی هم نداره. جالب اینه که فرانسه و انگلیسی و فکر کنم آلمانی داره ولی به فارسی هیچ چیزی اونجا پیدا نمی کنید، دلیلش چیه؟ نه اصلا فارسی نیاز نیست، عربیش حتی نیست اصلا، این عربیه، این اصلا به عربیه در حقیقت، چون فارسی نه، اصلا این سایت فارسی نیست، چون مال کمیته عربی اسلامی دفاع از اشرفه، تیترش انگلیسیه، در حال که باید تیترش عربی بود، ولی انگلیسی و فرانسه زیرش نه، فقط انگلیسی اصلا. بعدم تمام عربی هایی که داخل این هست اطلاعیه سازمان مثلا در رابطه با اولا الان بیرونی اصلا دفاع از اشرف نمیگن بهش، در بیرونی چه اعلام میکنن از سمت آقای غزالی علاوه بر نقص وزیر اسبق همون یک سالی از جزایر میگن رئیس کمیته همبستگی عربی اسلامی دفاع از مقاومت ایران، تازه اشرف کرده مقاومت، ولی هنوز سایتش عوض نکردن، سایتش همچنان دفاع از اشرف، ولی کمیته عربی اسلامی، این چه کمیته عربی اسلامی که تمام نوشته هاش فارسیه، اصلا این عربی نیست، عربی ظاهرش عربی ها ولی تمامش ترجمه از حرفای خود مجاهدینه، ترجمه کاملا معلوم، چون من خودم ترجمه میکردم تمام همین برای سایتشون حرفای همین غزالی و سخنرانی های عرب ها رو، حتی من فارسی مینوشتم، من ترجمه میکردم میخوندم، یا اطلاعی های یا حرفای خود سایت عربیشون هم که دست من بود من ترجمه میکردم میفهمم، و تمام مطالبشون ترجمه از فارسیه و اصطلاحات عربی اصیل نیست، خیلی هاش غلطه، اصلا مشخص هر عربی بکنه میفهمه، خیلی هاش هم نمیفهمه، این میفهمه که این از فارسی ترجمه شده، اصلا ربطه به عربی اسلامی، کمیته عربی اسلامی رو باید عربا بنویسن نه ایرانی. ندبه میبردن یادمه که ما بیانیه به اسم عراقی ها ترجمه کرده بودم، به اسم عراقی ها 5 میلیون عراقی امضا کردن جیان ما خواهان حضور باقی ماندن سازمان مجاهدین در خاک عراق هستیم، ما خواست داریم که آمریکایی از خاک عراق اصلا نرن از کشور ما بیرون، همچنان در کشور ما اشغال کنن، چه اگه برن بیرون رژیم ایران میاد، اینا از زبان عراقی ها نوشته بودن، کاملا هم حرفا ایرانی اصلا، بهترین ترجمه هم باشه معلوم میشه، تو نه آیه نه قرآنی نه چه اشعار اینجوری نمی نویسن. بعد اینا خودشون برده بودن اینو
که توی بغداد از اشرف برده بودن بغداد که به یه مربتکاری نمیدونم چیه از این مغازه های فنی حرفه‌ای چی براش قاب درست کنن و برجسته بکنن و شکل مثل این بناها اینها چی میذارن اونجوری قاب درست کنن و شکل فلزی بکنن و اینها رفته بودن خود مجاهده برده بودن. بعد این مغازه‌دار پرسیده بود این بیانیه چیه، گفته بود خب بیانیه عراقی هست زیر اشاعر عراق و شورای اشاعر عراق و شورای گفته بود خب عراقیه بیانیه عراقی‌ها رو شما چرا آوردید؟ گفتم خب خودشون نمیارن ما میاریم. این خیلی خندیده بودن بهشون، خود فهمیده بودن چه خودشون نوشتن. اینه همیشه کارشون اینه. بله بسیار ممنون از شما. اجازه بدین آقای اکبری از آلمان سلام میکنن به شما، ما به ایشون سلام کنیم. ضمناً آقای موثقی نوشته آقای سوربی فرقه رجوی اصلا اسلام و نماز و روزه و قرآن را قبول ندارن، فقط برای تظاهر و جلب توجه و اعلام موجودیت این حرکتها را به راه می اندازن. این از این. اجازه بدین این دوست ما واقعا مثل این که همون چیزی که من گفتم درسته و اصلا فلسفه تلویزیون مردم رو متوجه نمیشه. آقای حسین خلیلپور نوشته دوست عزیز بنده نه طرفدار مجاهدین نه رضا پهلوی و نه هیچ کس دیگر هستم، منتها هدف از این بدگویی ها را نمیفهمم، البته شاید برای پر کردن برنامه تلویزیونی باشد. تا اونجایی که از آقای سوربی شناخت دارم ایشون آدم عاقلیه، ولی بیش از حد گیر دادن به این آن درست نیست. تازه اگر ایشان فکر میکنن که بنده انتقاد میکنم جواب دهد نه اینکه توهین کنند. اگر اشتباه نشده باشم آقای سوربی گفتن که از کسی که عکس ماشین در پروفایلش میذاره بیش از این انتظار نیست. فکر کنم در قاب عکس بنده ایشون فقط ماشین رو دیده، پس در مجاهدین هم فقط خیانت رو خواهد دید و در شاهزاده هم در شاهزاده فقط دروغگویی، به عبارتی فقط نیمه خالی لیوان رو میبینه. من بازم از ایشون ممنونم. دوستان نگاه کنید چقدر قشنگ خود ایشون هم اقرار میکنه که مجاهدین با خیانت همراه هستن، رضا پهلوی با دروغگویی، و من صفحه ایشون رو به شما نشون میدم یا خودتون برید نگاه کنید. دوست عزیز شما حتی از فیسبوک بلد نیستی استفاده کنید. فیسبوک وقتی شما پروفایل داری عکس باید عکس خودت باشه، حالا اون بالا اون پایین این ور اون ور عکس ماشین بذار، عکس ماشینای کورسی بذار. در صورت برنامه تلویزیون مردم اینه که هر کسی میتونه برنامه داشته باشه. اگه فردا کانون آباد تصمیم بگیره هر روز برنامه زنده بذاره، ما هر روز برنامه زنده بهشون میدیم. و این که شما میبینید اینا هفته یه بار میام یه برنامه میذارن و این برنامه تا هفته دیگه تکرار میشه، این کار رو ما برای همه انجام میدیم. شما هم بیا یه برنامه بذار. و این خیلی بده که شما افتخار میکنی که نه طرفدار اینم نه طرفدار اونم، یعنی شما یه راهی رو تا حالا نتونستی پیدا کنی. کسی که نتونستی یه راهی رو پیدا کنه بهتر ساکت باشه، بشینه حرفای دیگران رو گوش کنه، شاید یک راهی پیدا کنه. بازم ممنونم که با ما هستید. آقای حسین نژاد صحبتی اگر در این مورد دارید بفرمایید، در مورد مسلمان بودن مجاهدین یا نبودنشون، نماز خوندن نخوندنشون، اینها شما نظری دارید؟ ضمن این که هر کسی عبادت و باورش به خودش مربوطه، ولی وقتی کسی به اصطلاح پابلیک فیگر میشه، افراد سرشناسی میشن، اگه کسی بیاد بگه من نماز میخونم ولی افرادی که نزدیکش هستن بگن این دروغ میگه، اون یه موضوعیه که دیگه مسئله خصوصی طرف نیست. شما که نزدیک بودید با این دوستان در مورد نماز و روزه و باورهای مذهبی نظرتون چیه؟ این من سوال من خودم هست، کاری به موضوع برنامه ندارم. بله ما که در عمری با بیشتر عمرمون یعنی عمر واقعی و بهترین ایام عمرمون رو با اینها بودیم و در قبلا هم چه فضای مذهبی بودیم و همیشه با مزامع مذهبی مشهور بودیم و از همون موضوع هم اومدیم با مجاهدین که خب یک جنبش و یک سازمان مذهبی بودن، به همین علت هم اومدیم با مجاهدین چه خب سازمان مذهبی مترقی. اینها چیزی که مسعود رجوی تبدیلش کرد به یک فرقه، اون چه خب ایدئولوژیش که اینها از اول به عنوان
اسلام یا تشیع بیان میکرد، تفسیر میکرد رجبی، اینکه تفسیرهاش همش مال خودشه، برای اینکه انطباق بده اسلام رو، مذهب رو، تشیع رو، امر رو با جهان امروز، ارزش‌های امروز، که اونم برای فریب و برای اینکه ما رو بچشه، جوان‌ها رو طرف خودش و امروز رو به خودش و امروزی جلوه بده. این در بیان‌های امروز نمی‌گنجه. توضیحاتی که می‌کرد مثلا بحث محکم متشابه که بتونه احکام مثلا مجازات‌های اسلامی رو یا قتل و یا چیزهای دیگه رو توضیح کنه، اینها رو چه در، ولی در عمل چه البته معتقد بودن و عمل هم می‌کردن، ولی در رابطه با حقوق بشر چی می‌رسیدن و جامعه حقوق بشری می‌رسید، ویترین و به اصطلاح در این بیرونیشون می‌خواد ویترین و پنجره بیرونیشون مطرح باشه، کتاب و مخاطب برای مخاطبای بیرونیشون میومد، اینها رو توضیحات تفسیرهای می‌کرد که انگار مثلا خدا منتظر بوده که بعد از 1400 سال مسعود رجوی بیاد اینا رو تفسیر کنه، که بله هیچ کدوم از مفسرین و علما و مورخین و تفسیر کردن قرآن رو هیچ کدوم نفهمیدن، این فقط مسعود رجوی فهمیده که این درستش اینه. اینا همه مرتجایی، همه تفسیرهاش فقط در جهت فریب و نیرنج که بتونه نیرو جذب کنه با توجیهات امروزی چی میکرد تفسیرها، و در این عالم رویه و ظاهر مذهبی بده به اونها، به این و الا در خب نماز خوندن اینها رو که اومده بودن ظاهرش رو مراعات میکردن و همین در حقیقت یا سینه زنی نوح خونی قرآن سر گرفتن، احیا و شبهای احیا، تولدها، وفاتها، فلان و دخیل بستن به ائمه، زیارت قبر ائمه، داخلش ایدئولوژی که میومدی بحثهایی میکردن آقای ولی اینا ارتجاعیه، ولی انقلابیش اینجوری بوده، اینجوری بوده، منظور این بوده، تفسیرهای خودش میکردن، ولی در ظاهر همون نوع ارتجاعی و بعضی وقتا واقعا در داخل خودمون که بیرون نمیدادن، به بیرون اشاعه نمیدادن، بیرون یعنی نشون نمیدادن. مثلا فرض کنید در داخل خود ما اصلا بسیار ارتجاعی، حتی احکام و تفکرهای مذهبی بسیار مرتجعی تر از دایناسورهای واقعا از آخوندی و مرتجع عقب مونده ترین اکشار ارتجاعی هم چیزی معتقد نیستن. ما مثلا جوراب بدون جوراب نمیتونستیم راه بریم، مثلا جوراب من شسته بودم یه بار جوراب دیگه نداشتم، یادم گفتم بذار خوش بشه، میرفتم از آسایشگاه رفتم محل کارم، دیگه گفتم حالا از شلوارم معلوم نمیشه پام مثلا از روی چفش شلوارم میفته روی چفشم معلوم نمیشه، یه دفعه دیدم اومد یخه من از پشت، عباس صنوبری مسئول امنیت ما نزدیک محل کارم بودم، باکچه رو گرفت گفت ای مثل این که از لای شلوارت پات، پوست پات دیده میشه، این جوراب نپوشیدی تو؟ من فقط هول شدم دیگه جوشم، گفتم نه نه این جورابه به رنج پامه، نه نه پوشیدم. این اصلا یا دم عید ما میدستیم چیز میکردیم مثلا خانه تکانی میگفتن مچت ها رو میریختیم بیرون میشستیم، زیاده میره صد نفر رو مچت ها رو ریختیم داره میشوریم با جوراب، همه باید با جوراب بشونن که واریس میگیرن، چه از دور خواهرها پای شما رو نبینن. داخل خودشون احکامی در آورده بود، حالا نه هیچ اسلامی، نه هیچ توضیح مسائلی، نه هیچ فکری نبود، مثلا وضو میگرفتی آی دستت خواهرها میبینن آی فلان، یا مثلا جدا سازی کامل زن و مردی که تو هیچ حرم ها رو میبینه، حرم ها همه زن و مرد والا قاطیه، اونجا مثلا مطلقا سالن کاملا جدا، اون ور زن ها این ور مرد ها، پمپ بنزین چه ماشتون پشت فرمان نشستن، صف خانوم ها و آقایان جدا، یا اتوبوس مثلا جدا، چیز کارهایی میکردن در داخل خودشون ارتجاعی ارتجاعی، یه چه کدوم مذهب کدوم کجای اسلام کجای فکر اسلام ندن چیزای هیچ هیچ جا نیست. یا مثلا دست دادن کباره ارتجاعی، آقا ادعای انقلابی مترقی داره ولی با مردا دست نمیده، البته خودشون جلو دوربین نباشه، البته به شرط جز جلو دوربین نباشه چه صلاح مصلحتشون باشه میدن، همینم نقضی میکنن.
و علی بن سلم فضای اونجا که ما میدیم که اصلا یه بار خود بابا معروف آقای سیدی کاشانی تا تبلیغات بودن و توی چی از نشسته بودن شد فهیمه اربانی مسئول نشست بود گفت چه خواهر فهیمه اصلا تو تبلیغات چه کسی نماز نمیخونه چه صحبتش نماز شد این چه فقط نماز صبح و به زور بلند میکنن که برای چه دیده میشه بعد همه دیگه ببینن خوابیدن نماز نمیخونن چون همه دیده میشه نماز نخون خوابید بلند میشدن با یه چچنزه عذابی بلند میکردن آه نماز بخون وضو بجی بعد اونا که نیجه امام بودن تازه خوابیده بودن گفت وضو بجی بیار دوباره بخواب دیگه واقعا با چچنزه میخوابید بعد غیر از نماز صبح هم بقیه دیگه اصلا اکثرا خود اونجا بود اصلا تا 90 درصدش نماز نمیخوندن هیچ هم نمیتونستن هم کنترل بکنن هم چیزی نبود حالا خود رجبی خود مریم رجبی چه در ظاهر چه دیگه ما جایی میومدیم که نماز جماعت میخوندن و ما پشت سر آقای رجبی میخوندیم و مریم رجبی هم با زناشون طرف زنا با میستادن که در جمع نماز جماعت این همه مساجد ارتضا در عقب با میستادن اونم نمیشه همیشه نماز جماعت فقط ماه رمضان بود همیشه نبود ایشون هم که همیشه فتواهای خاص خودشو داشت دیگه مثلا فتوا میداد که آقا این ماه رمضان بخورید ما مثلا سه تا در توی در من 25 سالی که من عراق بودم سه تا ماه رمضان یادمه که ما کامل ماه رمضان رو خوردیم به فتوای رجبی گفت همه روزهاتون رو بخورید در ماه محرم اینجا ماه یه ماه دیگه میجید حالا ماه محرم هم چون عاشورا نمیشه روز روزه گرفت بعد از عاشورا چون زمستان افتاده بود روزا کوتاه بود بعد از عاشورا میومدیم غذاشو میگرفتیم میگفت چون هوا گرمه 50 درجه صفر بالای صفر و در این تو آفتاب کار میکنید یا جنگ جبه وقتاش عراقی ها اومده بودن سر چیز همه توی سنگرها هستید و اینها یکی هم بمباران سال 90 هم سنگرها هستید اینا و فتوا داد چه خورد حالا اینا چه این فتواهای مشتهدا هم نظهر بخواد بعد هم عملا هم که با این ازدواج طلاقا که اصلا هیچ شرعی هم نیست آقا چه از زن یه چی رو بگیره قرار با هم قرار بزنن تو زنت طلاق بده من ازدواج کنم باش اونم بدون عده اعلام کردن تصمیم به ازدواج گرفتیم بلا فاصله حالا گفت ازدواجش حالا سی خورداد بعد از سه ماه و ده روز عده نجه داشتن چه همون عدهش هم به ادعای اینها نمیخوره چه ادعای ترقی خواهی و این چیز ارتضای قدیم چون آزمایش حامل بودن نبود قدیم میگفتن سه ماه در روز عده نجه داره زن که مشخص بشه حامل نیست این آقا گفتن بله ما عده نجه داشتیم تا سی خرداد ازدواج کردیم ولی همون اسفند 63 بلا فاصله بعد از طلاق از مهدر شمسی مریم رجبی اعلام کرد برای مسئول رجبی برای ما اطلاع داد که ما تصمیم به ازدواج گرفتیم تصمیم ازدواج یعنی ازدواج دیگه چیه بعد آقا بدون مراعات شرعی که آقا خود کجای شهر میجه دو تا دوست بشینن با هم قرار میذارن که زنت طلاق بده من بگیرم بعد اعلام کنه من بعدش هم کجای اسلام میجه همه باید زناشون طلاق بدن یه رهبر حق داره جمعه فتوایی بده هیچ مجتهدی توی اسلام و تو تشیع حق نداره توی تاریخ سابقه نداره هیچ مجتهدی ارتجایی داره مجتهد هم بیاد فتوا بده آقا به صلاح اسلام هست که الان همه زناشون طلاق بدن یا مثلا ازدواج نکنن و زنا هم همه مال رهبره خودشون خود میگفتن که این چه دیگه اصلا نه ادعاست نه حرف دروغه خودشون به ما میگفتن دیگه چهار تا بندش بند الف طلاق همه باید زناشون طلاق بدن سال 68 اعلام کرد مرحله دوم انقلاب ایدئولوژیک مرحله اولش ازدواج خودش بود مرحله دوم انقلاب ایدئولوژیک سال 68 بود همه باید زناشون طلاق بدن بند الف بود بند ب بند محرمیت بود که همه زنها در حرم برادر مسعودن همه ناموسای برادر مسعودن یعنی ازدواج کردن با برادر مسعود این کلمه چه خود مهدر شمسی برای ما تو نشست گفت زناتون از شما طلاق گرفتن با برادر مسعود ازدواج کردن این بند ب بود که همه شاهدن تمام جدا شده ها میبینید بند جیم هم که جیم گفت افکار جنسی چیز نباید داشته باشه باید بنویسید اونا بند دال هم که شورای رهبری و شورای رهبری از زنانه و رهبری زنان رو باید قبول بکنید و هجمونی برادران همه رفتن پایین و مسئولین همه خواهر هستن این رو اینا که شرعیات داره همین میگیم فرقه فرقه یعنی یک فرقه مذهبی خاص خودش درست کرد مسعود رجبی تو نماز و روزه و ایناش هم که همش فتواها و
سبک خودشونو داشتن و خیلی از احکام و عرفیات مثلا شرعیات احکام شرعیات خدای مسعود رجوی بود. یه توضیح المثال هم خودش داشت که احکام شرعی نوشته بود چه کاملا اندرآورده خودش بود با یه تغییراتی از توضیح المثال آخوندا داشت اونجا تو میدادن چه همه میخوندن چه شرعیاتش رو یاد بگیرن. بله بسیار ممنون. دوستان نوشتن که وقتی اینا نوشتن که وقتی اینا با کفش نماز میخونن و با اذان مرزی نماز میخونن معلومه چقدر پایبند تشیع هستن. ضمناً درباره این نشست هایی که به نام دیگ و حوض و قابلمه و اینها هست، هیچ وقت خود آقای رجوی یا خانم ها مخصوصا خانم رجوی گفتن که تو مغز اونا چی میگذره؟ چون از شماها میخواستن که بنویسید چه خوابی دیدید، چه فکری کردید، بیان برای دیگران بگید. خودشون هم جزء این بودن یا اونها تافته جدا بافته بودن؟ من چون از نشستای اونها خبر ندارم، ولی تا بالا اون بالاها چی میگذشت، میخواستن که همچه کاری بکنن نمیدونم، ولی در رابطه با خود مسعود و مریم رجوی که مطلقا که معلوم بود هم چیزی مثلا مستاق نداشت، بلکه ایشون حق داشتن، همه زنها زناش بودن، چنانچه خانوم بطول سلطانی و خانوم زهرا میرباقری نخیرن هم چه خانوم فرشته هدایتی افشا کردن اونجا چه کاملا عقد کردن زنها رو و این چیز مسلم بود و حتی خانوم بطول سلطانی چه بود و رابطه داشت با اونها، رابطه های نامشروع که شوهراشون طلاقات، چون حتی طلاق شرعی رو خود مسعود رضایی میگفت طلاق شرعی نیست، این طلاق ها طلاق های مافوق شرعیه، طلاق های ایدئولوژی چه بالاتره اینا. خب اگر یه طلاق داده بیشه چرا ازدواج با تو اگر بخوای رابطه داشته باشی نامشروع میشه، این چه خودش اصلا برای خودش چیز نبود، ولی برای ماها بعد پایینی ها از همیشه هم انواع نشستا بود و نشستای البته این پایینی چه تا رده های بالا هم بود، خیلی رده بالا رو خبر ندارم تو اون کلی اونها، ولی تا رده های ام او بود و بالاتر از ام او هم بود تا یه رده ای. هم نشست عملیات جاری روزانه داشتیم که افکارمون هر و عملیات جاری اون بود چه هر خلافی کرده باشیم، هر اشتباهی حتی کرده باشیم، همه اینها رو باید بیاییم اونجا بجیم و توبه کنیم، بجیم علتش چی بود، چه باید بخونی که علتش همین افکار جنسی هست توی عصبانیت و اینها رو چه داشتی یه جایی عصبانی میشودی حرف میزدی باید اونجا میخون که و اینا علتش همون افکار چیز جنسیه و فشار فلان، باید اعتراف میکردی و اونجا رو باید به تو فوش میدادن و تو سرت میزدن و اینها. و مهمتر اینجا یه عملیات زاره یه چیزی هم این بود که افکاری چه طی روز به ذهنت میاد در رابطه با خط و خطوط رهبری، سیاست های رهبری و سیاستهاش و قد خطوطش یا برنامه هاش اینا اشتباهه، مثلا شک کنید بینید ما برای چی اومدیم عراق، ما نباید می اومدیم عراق، یا مثلا مبارزه مسلمان برای چی بود، یا الان شکست خوردیم، الان بالاخره چی به چی نتیجه رسیدیم، وعده سرنگونی چی شد، هر سال میگه همین، حتی کوچیشترین این اطلاعی رو برای چی دادیم، این نباید این بیانیه عرب ها رو مثلا عرب کوچیشترین هر نوع برنامه هر نوع خطی که دستوری که میدادن تو اون دستور تو شک کردی ممکنه غلط باشه یا اعتقاد نظری داشتی که چرا این باید به نظر من این غلطه، اینه باید مینوشتی و اونجا میومدی میخوندی توی نشست عملیات جاری و توبه میکردی. بند یه بار میگی باید فاکت بخونی، بعد بند نون زبان نون بهش میگفتن نرینه، زبان نونشو بخونی چه یعنی این از موزه از اون چیز جنسی مردت ناشی میشه، به زنم میگفتن از جنس زنت ناشی میشه، معلوم نیست یک موضوع دو تا علت داشت یعنی کنده دار بود، بعد این از اون ناشی میشه، بعد میگفتی واقعیت چیه، یعنی اونو نفی میکردی، این حرف نظر تو خودت چه از ذهنت گذشته علتشو جویا میشدی، بعدم نفی میکردی یعنی توبه میکردی اونجا، بعدش این حرفاتی زدی نوبت دیگران میرسی چه انواع فحشا و توهین ها و تو سری زدن ها و اینها شروع میشد، چه بعضی جاها به زد و خورد و به کتش زدن و حمله میکردن به همون سوژه یک نفر سوژه میخون مطلب میخون. حالا این دازه عملگذاری روزانه بود، هفتگی هم چه دیج بود، جانبی بعدها گفتن اول دیج میگفتن، دیدن دیج معنیش چند درقه چند زه بود اسمه دیج، یعنی میاندازن تو دیج
میزوشونن نفر رویس بشه نشسته دیچ سو اونجا یک نفر رو فقط هر در هر بار یک نفر رو سفره میچردن تمام کارهاشو از صبح تا شب این رو بلند میشدن یه چی نیم میگفت این کارو کرد این کارو کرد فلانزا فلان حرف زده فلانزا به فلانی رفته میشد دو نفری با هم صحبت میکردن معلوم بود چی صحبت میکردن در جوش حتی اگر نشنون این صحبتشون چی بوده میگفتن دو نفری یواش داشتن پچ پچ میکردن یعنی چون اعتماد وجود نداشت به اعتماد نداشت به افرادش حتما اینا برخلاف خط رهبری صحبت میکردن بعد فلانزا فلان بعد مولم میشدن فوش و بعد بیراه و اون مسئول بعد چند تا از اون آدم های رباتشون و به حساب آدم زندور قادچین هاشون و اینها بلند میشدن فوش و بعد بیراه و انواع توهین ها و تحقیر ها شکنجه روحیش و روانی شخص بود و جهان که بعد دوستان گزارش کردن کتش زدن و حملات فیزیکی کردن انواع اقسام بعدم این چه یه نشست بود مهمترین نشست واقعا افتضاحش چه بود نشست قسل اسمش گذاشته بود هفتگی بود که هر بخشی 20 نفر 30 نفر جمع می شدن البته مثلا بخش ما 50 نفر بود جمع می شدیم همه باید هر بخشی هر قسمتی با افراد شروع می کردن طی هفته یادداشتی چون طی هفته باید هر چیز فاکتور جنسی شو یادداشت می کرد تو برای نشست پست اون نشست پست اسم نشست جنسی اسمش نشست پست بود در حقیقت چنزی جنسی بود اونجا باید هر روز باید همه الان مثلا میرفتیم ماساژگاه میدیم یه چی واسه بغل کمد فلان یه چی این بعد نشستی دو من نشسته تا یه روز هر چه فکر جنسی از ذهنش گذشته اینا رو یادداشت میکنه بعد جمع میکردن هفتگی اینا رو جمع میکردیم مینوشتیم بعد میرفتیم اونجا رحمان عباس داوری مال ما قسمت ما بود بیشتر قسمت ها با عباس داوری بود همیشه میرفت مینشست اونجا میگفت فلانی بخون مثلا یه چیت میخوندن بعد اونی گوش میدادن اون یه چیا گوش میدادن که من مثلا فلان خواهر رو دیدم خودش اینجوری بود لباس اینجوری بود خوشم اومد احساس جنسی داشتم عموم رفتم بدن خودم دیدم احساس توالت رفتم فلان افتضاحات دیگه زیاد بود از این حرفا میزدن یا خواب دیدم فلان رویا تو خواب اینقدر من فکر کردم وقتی اون خوابیدم به زن قبلی هم فکر کردم اینها تا بعد رویا اومد بعد چه واقعا دیگه برای این چه خجالت بکشن یعنی دیگه از این کارا نکنن این چیزای چه دنیای امروز و واقعا اصلا نمیشه گفت نمیشه باور کرد برای بیرون خودمون ما میگیم اصلا شاخ در میارن واقعا این چه نوع فرقه با کدوم مبانی شرعی عرفی کدوم قانون اصلا کجا رسم بوده از هم چیزی توی تاریخ توی اسلام شهر هم چیزی که بیان مثلا یه با از اول سال 80 که مسعود رضوی نشسته قسل اسمشو گذاشته بود قسل یعنی میرید اونجا مثل قسل از افکار جنسی پاش میشید در صورت که هیچ وقت خودش هم معترف بود که از بین نمیره هیچ وقت همیشه هست مثلا یه چی میورد میگفت بابا من این دفعه ماه رمضان بود احیا بود سینه زنی بود محرم بود من میگفتم آقا من زن ذهنم اصلا نزد چیز جنسی حمله میکردم فوش میدادم ولی میشه حتما زده انسان داره که وجه داره نمیشه به چیز جنسی نکنی یه باید چی باید میزنی باید این همه توهین و تحقیر و اینها این همه فشار و اینها که باید باقی بنویسی نه این نمیشه باید حتما بگی فکرشون اینا افکار ارتجاعی رجبی بود چی به عنوان یک فرقه اینها رو ساخته بود چی در حقیقت برای هدفش تحقیر و توهین و تمیشه بدهکار کردن فرد طلبکار کردن خودش چه اعتراض ها نشه و اینها شکل نگیره اعتراضی در داخل تشکیلاتش و شخصیت ها همه خورد بشه هرچس هیچ کس نگیره خودم هستم و فکر مستقل داشته باشه همیشه در ترحراس وحشت از فکر کردن چه نکنه فکر کنم یه فکر باید این فکر باید بنویسم نه از حراس از حفظ زد حتی نمیشد با دیگری حفظ زد و هر کس حرف میزدی با هر کاری میکردی میگفتی الان میری مینویسی الان من باید اینه بنویسم الان میری گزارش میکنی چون هر کس باید کارهای دفترهای دیگران هم باید گزارش میکرد تو میرفت میکن اونجا انتقاد میکرد اونجا میگفت خفقان شدید فکری رفتاری ارتباطی و حتی ذهنی جنسی همه چی چه ذهن فکر کردن برای مطلقا نتونه ذهنش اصلا به کار ببره برای این که روی کارهای رضوی فکر کنه اصلا
که بتونه آزاد باشه، بتونه مستقل باشه. این چنین روش‌های ضد حقوق بشر و ضد انسانی واقعا بود. خیلی ممنون. دوستان نوشتن که بعضی وقتا بهمون میگفتن که محفل زدید، شعبه سپاه پاسداران درست کردید در مناسبات مجاهدین. این آقای موثقی گفته، ضمن آقای کرمی میگه آقا این فاکت های نشست های جنسی به نقطه‌ای رسیده بود که حتی به گل و گیاه و پرندگان رسیده بود. واقعا جالبه اینا رو اگر دوستان در موردش صحبت کنن، زمینی که خیلی مسخره و خنده داره، ولی نشون میده که این واقعیت سازمان مجاهد، سازمانی که با اون اهداف شروع به کار کرد و تأسیس شد، بعد از 50 سال چگونه واقعا به این ذلت و خفت و خاری رسیده. ضمناً دوستان از آقای خلیلپور میخوان که درباره اون قسمت پر لیوان بیان صحبت کنن، چون ایشون گفته قسمت پر لیوان این است که جمهوری اسلامی از سازمان مجاهدین میترسه و وحشت داره. خب آقا اگر جمهوری اسلامی شما دشمنش هستید، خب برید به سازمان مجاهدین به پیوندید آقای خلیلپور، این ماشینتون هم بفروشید، قشنگ پولش رو بدید به سازمان که اونا بیشتر مهمونی بذارن، شبهای شادی و اشرت بیشتر برای نوت گینگریج و جولیانی و شهردار سابق سان دیگو و همه این افرادی که زنباره و زنباز هستن راه بندازن. بازم ممنونم از شما. قسمت چهارم این برنامه امروز نگاهی به افشاگری های اخیر جداشویان فرقه رجوی علیه این فرقه و یقه‌درانی و افسار پاره کردن فرقه در قبال آنهاست. قبلا هم شنیدیم که چندین بار حمله کردند، توهین، تهدید، تهمت و از هیچ چیزی کوتاهی نکردند. ولی در این مورد اگه شما بیشتر صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید. بله، من فقط این در رابطه با لینج اون فیلم سخنرانی مریم رجوی مراسم افطار، این شماره 7 لینجش نشان میذارید باز کنید، در شماره 6 صفحه اوله باز کنید، صفحه اول سایتشون اون پایین قشنگ عکس مریم رجوی هست، آدم فکر میکنه چه فیلمش هست، ولی وقتی کلیک میکنی روش میاد این لینج شماره 7 میاد، چه چیزی باز میکنی میبینی اون برفچه و اون فیلم برداشتن دیگه حذف کردن، اینقدر افتضاح بوده. اینجا اگر باز کنید میشه دید، اگر بتونید، حالا منتون گفتین تکرار نشه، شماره 7. بله بله، شماره 7 نشون میدم. بله میبینید دوستان که این ویدیو به صورت خاکستری نشون داده میشه اینجا، بذارید روش کلیک کنیم ببینیم چی میشه. نه میره یوتیوب دسته است. بله. در حالی که صفحه اولش هر که ببینه فکر میکنه هست. بله میگه this video is unavailable، یعنی این در دسترس نیست. و خب اینم خودش جای سواله. بله صفحه اول نمیتونم سخنانی رئیس جمهور مقاومت رجب رجبی علامت فیلم این برداشتن. بله. آقای موثقی میگه که آقای سوربی به حیوانات چهار پا هم رسیده بود. اتفاقا یه فیلمی، یه مجاهدی که جدا شده بود با یکی از این خانم هایی که فمینیسم هست توی فکر کنم اروپا فرانسه جایی باشه، درباره همین آمیزش حتی با اولاغ و اینها صحبت کرده بود که بله اصلا تو فاکتا می نوشتن، فاکتاش می گفتن فاکتشون رو بنویسید، مثلا حتی توی قرارگاه که را می رفتن مثلا زفجیری گنجشکا، پرندگان یا حیوانات یا گربه مثلا اینها رو باید یاد فلان افتادم، یاد زنم افتادم، یاد این احساس جنسی داشتم، اینها رو باید می نوشتم، واقعا خنده دار می شد. یه چی بود، یه نفر داشتیم مثلا واقعا همیشه خنده دار بود، یه طعنه می زدن همیشه تو فاکتات حیواناته چه مثلا اندازه شاید هم می خواست مسخره کنه از این خیلی به جاهای خیلی افتضاح میچشید. حتی مثلا بچهای آلبانی یه بار نوشته بودن، رسیده بودن آلبانی، دیده بودن دیگه تو آلبانی دیگه عراق نیست، فقط محیط خودشون نیست، حالا زنا پوشیده بودن و روسری داشتن یا لباس مثلا تونیش داشتن روی شلوار میافتاد، دیگه بیرون دیگه تو اروپا رسیده بودن، میرفتن خیابون، اونم تابستون، نخره توی زنای
بیهجاب و دیگه همه جور انواع لباس ها میپوشیدن، دیدن دیگه اینجوری دیگه خیلی دیگه میشه فاکت میشه همش هر چیز باید بینیشه فرد چیز یه ساعت فاکت بکنید دیگه ده ساعت باید بشینن باید حرفای جنسی هم دیگه رو گوش بدن، این دیگه میشه مچه مبارزه میشه معلوم نیست. من همیگه میگفتم آقا ما کار داریم، این همه کار دارم، ترجمه دارم، چی میگه از اینجا منه برمیداری میری بیشین جنسی گوش کن ببین دیگران چه کارهای افکار جنسی داشتن، شما یه ساعت کار کن گوش کنم که حالا دیدن که خیلی جیجه میشه گفته بودن که بس چیز بکنید اصلا تو خود خیابون هر وقت فچی جنس داشتین زود بیاین به مسئولتون بجید. بعد این اسمشو گذاشته بودن گسل در صحنه، خود بچه‌های آلمانی میگفتن. بعد خیلی صحنه‌های خنده‌دار بود، حتی یکی از دوستای آلمانی نوشته بود برامون که حتی رفتیم توی فروشگاه دیدیم یه نفر یکی از این آدمای وفادارشون سریع رفت به مسئولش گفت که نسبت ببخشید من نسبت به اون خانم که الان اونجا داره کم شده داره جنس ور می‌داره فروشگاه احساس جیم دارم، گفته بودن سریع فاکتتون رو بدین چه تا آزاد بشه به مسئولتون هم اونجا بریم بدین. بعد میگه اینی چه گفت؟ میگم من اونجا بودم اون وقتی بلند شده دیدم مرده اصلا زن نیست. این بعد میگم گفت دیگه اینجوری مایه کنده شده بود به هم دیگه تعریف میکردن دیگه طنز شده بود. الان هم تو داخل خودشون این تشکیلاتشون توی اونجا هم همه اینا رو میدونن موز به هم دیگه میبن میجن میخندن محفل به قول بچه ها گفتن اینا رو تو محفل های تو محفل جرم بود با هنچه جرمی خیلی هم رایجه با هنچه رجبی جرم حساب کرد هرچی بشینه دوتایی با هم صحبت کنن به جمع بخندن این میگفتن محفل محفل نزدیم گفت محفل هم چه بچه ها گفتن دوستان گفتن گفتن محفل شعبه سپاه پاسداران محفل من شعبه وزارت اطلاعات اینگار رفته داخل شعبه این چیز چه چه پرتا چه آزادی حرف زدن با بغل دستیت هم نداشتی گفت مزدور میشی این پاسدار میشی یا چی تشبیهاتی میکردن که شخصو متنفر بترسونن چه وارد صحبت با دیگری نشه در رابطه با مسائل میگذره همدیگه رو تأثیر نذارن رو همدیگه. بله خب بسیار عالی. لطف کنید درباره همین افشاگری های اخیر جدا شدگان و حملات اونها یا یقدرانی اونها صحبت کنید. بله اینا که من این روزا که هم ماها دوستان جدا شده از مخصوصا اخیرن که آقای سیامک نادری از سرکوب های داخل تشکیلات از زندان و شکنجه بسیاری فاکت های جدید و همچنین فاکت های عمومی که همین خیلی ها می دونستن پرده برداشت و صحبت کرد و همچنین تأیید کرد حرف های تجاوزات جنسی و مسعود رجبی رو و افتضاحات اونجا رو و حرف افشاگری های خانوم های جدا شده رو و بسیاری از حتی قتل ها و خودکشی ها چون خودش بود در داخل زندان اشرف و در زندان و شکنجه هایی که می دیدن اینها رو افشا کرد. بدون بار اون هم اخیراً خانم فرشته هدایتی که چند سال جدا شده و سالها ساکت بود و ناگهان سکوتش چست و بسیاری از بسیاری از جنایت های این فرقه رجوی در داخل تشکیلات پرده برداشت که من توصیه میکنم دوستان حتما این دو تنوار قسمت یک و دوش مصاحبه با آقای همنشین بهار آقای محمد جعفری که از دوستان ما بود از در همکار ما بود در بخش روابط خارجی در قبلا در بغداد همون سالهای 70 اینا چه اومد بیرون اومد اروپا ایشون مصاحبه کردن با خانم فرشته هدایتی در دو قسمت یک و دو مخصوصا شماره دوش خیلی جالبه حتی اخیر اون چند روز اخیر منتشر شده در یوتیوب هست این حتما دوستان گوش کنن اینها رو من در لینجشو در شماره 12 و 13 گذاشتم شماره 12 یوتیوب قسمت اولشه شماره 13 قسمت دومشه اینها رو دوستان حتما گوش کنن بر اثر این افشاگری که مخصوصا رحم در آوردن رحم زنان رو ایشون افشا کردن که حتی خودش قربانی این تز مریم و مسعود رجبیه چه زنها رو تشویق میکرد مخصوصا مریم رجبی چه برن عمل جراحی کنن در همون بهداری اشرف توسط یکی از زنان پزشکی اون و جنایتکار اونجا به نام اسمش بود
شاید هم رفته، شاید دوستان الان بنویسن، این به عمل جراحی کنن و رحم هاشونو در بیارن. فضای ایجاد کرده بود که از زنایی که نمی نوشتن، حاضر نبودن، داوطلب نمی شدن برن رحمشون رو در بیارن، پایین می اومد، پایین می آوردن، تو سرش می زدن. اینه که تشویق می شدن برای بالا رفتن، برای احترام داشتن و برای اینکه واقعا عضو شورای رهبری و مجاهد بشون، زن مجاهد به شمار برن، تقاضا بکنن که می خواهدن رحمم رو در بیارن. که الان اصلش رو از حدود 110 نفر گفتن، خانم زهرا میرباقری چند سال پیش افشا کرد و اسامی اون زنان رو لیست کرده بود که رحم هاشون در آورده بودن، که همین رو خانم فرشته هدایتی در همین نوار شماره تایید میکنه، میگه خودم هم قربانی همین هستم. که این واقعا فاجعه هست، برای اینکه اینها میگفتی از باید زنان جیتو از دست بدی، باید به امید تو به این چه میخوای برگردی به زندگی، میخوای برگردی به شوهر سابقت، میخوای بچه دار بشی، این امید تو وقتی پل پشت سرت خراب میکنی، یعنی پیش جلو رفتن راه مجاهدت و مبارزه و اینا، دنیا رو داره، یعنی دنیا طلبی و زندگی طلبی رو از طور کامل دیگه از بین بردی، دیگه هیچ امیدت رو قطع کردی، دیگه تو هرگز به زندگی نخواهی غلطید و دیگه فقط برای مرگ میری، دیگه مجاهد واقعی هستی. بهش تبریک میگفتن، خود خانم رشته هدایتی میگه من وقتی رحمم در آوردم به من تبریک گفتن، بعد اینا حالا مجاهدی دارن دکتر نفیسی داره بوده. این کار میکنه افتضاح رو فرمشو خودمون آقای حسین نجات سبک روش رفتاراشونو میدونستیم و این هیچ کس نمیتونه به جینا رو موش کنه، نمیتونه به جه دروغه مستند حرف میزنن، هم آقای سیامک نادری هم خانم رشته هدایتی. بعد اومدن مقاله رو نوشتن، آی مالی خولیات، آی توهمات، آی حرف ها، این چی آقای به قول آقای مستاقی گفت آقا بیایم معاینه کنیم کدوم مریضی رو داشتن اینها در یک جامعه که چند میلیونی پیدا نمیشه چند تا زن باشه به علت مریضی رحمشون رو در بیارن، از توی 700-800 تا زن چطور 100 تا 200 نفر رحمشون رو در آوردن، یعنی مریض بودن، هیچ کدوم هم مریض نبودن به علت بیماری در آوردن. این تز ایدئولوژی که به اصطلاح ایدئولوژی خود مسعود رجبی بود، اینها رو اومدن در نوارها رو چنشون دادن و همچنین آقای سیامک نادری سخنرانی های کرده توی یوتیوب میتونیم ببینید. حالا این سوز و گداز و به حساب افسار پاره کردن و جقدرانی و افسار پاره کردن فرقه رجبی رو ببینید در مقالات مختلفشون، تراوشات مالی خولیایی یک مزدور، این لینج شماره 8، لینج شماره 9، روان پریشی و مالی خولیا و سیامک نادری، فقط فحش و بد و بیراه بدون کوچکترین استدلال منطقی یا رد کردن منطقی عقلی بیاد یا فاکتی بیاری بگه آقا بیدن این حرفش دروغه، یا یک نمونه دیگه بیاری اینه انکار کنی. کسایی هم نوشتن که اصلا توی اشرف نبودن، سالی اصلا مطلقا آدم هم نوچه های خارج کشوری شد، دیشته های اینها رو دیشته می کنن، حرفاشون دیشته های اینها رو می نویسن و انواع اقسامه. بعد می بینید که آقای بله مستاقی فلانی، یغمایی فلانی، چرمی فلان، اسمای ماها رو، عکسای ماها رو با اونها آوردن یه جا کردن، آقای مزدورانی زد اطلاعات این حرفا رو می زن. نه حرفای رژیمه، آقای این حرفای ایدئولوژی چه خودتونه، چی مفید. یه نفر نمیگه، دو نفر نمیگه، چه صدها نفر اومدن بیرون، چی کنزا و زندان ها رو، این تجاوز ها رو و این جنایت ها رو دارن تعریف میکنن، مستند دارن مینویسن تعریف میکنن. حتی یک نفر توی دادگاه میتونه شهادت بده، تو هر دادگاهی شهادتش قبول میشه وقتی مستند میشه، یعنی افراد فاعل میگه، مفعول میگه، فعل میگه، زبان و مکانی میگه، بیان تحقیق کنم بدونم، مخصوصا هم که بیشتر از یه نفر بشه، خود هر دادگاهی 10 نفر یا چند نفر بیان شهادت بدن راجع به یه موضوع یک سام بجن ثابت میشه دیگه. مطلقا فقط اینها از سوز و گداز و افسار پاره کردن و از دلیلی و بدون هیچ گونه دلیل نداشت استدلال و فقر استدلالشون در رد کردن، ضعف عجز کاملشون در رد کردن حرفای این دوستان، اظهارات این دوستان و
انبوه هزاران تو در عرض میبینی میرسه به 10,000 20,000 خواننده این دوستان جدا شده یه حرف میزنن، در حالی که مریم رجوی میبینی صحبتاش در یک سال به 100 نفر هم به زور میرسه، چه افراد خودشون هم یا کلیپ های اونها یا حرف های اونها علیه ماها جزنن 10 نفر هم نیست در ماها، اینجا افراد خودشون ورد میکنن. اینها من فکر میکنم یکی از علت این چه همین سخنانی مرم رضایی از یوتیوب حذف کردن، واقعا یوتیوب اصلا یه نوع افشاجره، چون تعداد بیننده رو مینویسه، حد میبینن که این تعداد بیننده های مریم رضایی و برنامه هاش اینقدر چمه در هفته در برابر حرفای جدا شدگان و افشا کنندگانشون منتقدینشون که به هزاران تا 10,000 میرسه تا 20,000 30,000 میرسه بعضی وقتا، در برابر اینا دیدم دیگه کامل بیپایگاهیشون و انزوای مطلق داخلی و خارجیشون برملا میشه، عیان میشه، میشه که میام بعضی وقتا اینجور توباشون رو برمیدارن. ولی این من همین نظرم چه گفتم، فقط این شیلینجا رو و لینجا رو اگر باز کنید بخونید میبینید که این سوز و گدازهاشون و سرصداهاشون علیه آقای سیامک نادری و خانم هدایتی و مخصوصا و دیگر جدا شدگان و دیگر افشاجران و این منتقدین این سازمان نقد کنندگان و افشا کنندگان جنایت هاشون کارهاشون، میبینید فقط غیر از مسخره و تمسخر و توهین و اینها هیچی نیست، فقط میگه آقا من میشناختم این فلان بود، این فلان بود توی این نکسا رو داشت توی تشکیلات خودی سیامک نادری، بابا با خودش چه کار داری، بیا حرفاشه بگو من بودم و چنین چیزی نیست، نبود، هیچ هرگز نمیتونه بگه هرگز هیچ وقت. مثلا که خود مسعود رجوی، ما وقتی که خانم بتول سلطانی این تجاوزاتش رو و این عقد کردن زنان شورای ربیع رو تو بلندگوی اشرف داشت حرفاش پخش میشد افشا میشد، و خود آقای سیامک نادری هم میگه وقتی این نوار رو شنیدیم خود زنهای اونجا تایید میکردن، میومدن پیشش گفتن این راست میگه درست میگه، من خودم هم اونجا بودیم از روز همین چینو پخش میکرد، دوستای اونجا بودن با خانم خودشون عضو شورای رهبری بود تماس مخفی داشت چند مورد تایید کرده بود، میگفت آقا این درسته، اینا این رجوی اینا رو عرض کرد، وقتی که پخش کردن رجوی چینه دید همه ما رو یه روز بعدش فردا دید که همه این نوار رو شنیدن، فردا ما رو همه رو احضار کردن جمع کردن سالون اجتماعات 3,000 نفر تقریبا میرسید 3,400 نفر بودن اون موقع سال 80 و تقریبا 7 یا 8 بود یادم نیست توی اشرف بودیم، همه رو جمع کرد فردای اون روز چون دید همه این بلندگو شنیدن این جریان عقد کردن و این رو رقص رهایی معروف به رقص رهایی رقصیدن و لخ شدن جلوش و اینها رو بعد هم پنبستر شدن و اینها دیگه آبروش رفت، همه رو آورد اومد ما رو جمع کرد خود شخص رجوی مطلقا این جریان اینا تکذیب نشد، اصلا اشاره نکرد چه خانم بتول‌سلطانی چی گفته مطلقا، خب بیا بگو خانم شورای رهبری ما هم چه کاری کردیم برنچین بگیم همونجا شاهدن به شورای رهبری هستن مطلقا، فقط شروع شد فحش و تهمت و افترا و توهین های زشت حرفای بسیار زشت علیه خانم بتول‌سلطانی، عکسای مثلا نشون میداد آقای مثلا این پیش این مرد نگاه کن بی حجاب با ایستاده بی معنی کن بعد رفته بیرون از مجاهدین کن باش حجاب رو باید ور میداره بیشه ورداشته جیسی اونایی کرده، یا مثلا آقای اینجا در این اینجا ببین مجلس عروسیه رفته عروسی کرده حالا جرا ازدواج نکرده بود اون موقع عروسی داره میرقصه مثلا آهن میزنن میرقصه یا مثلا خودشو تکون میده یک تو پرده اینا رو میانداخت اینگار اینا جرم جنایت مثلا این چیزهای بیرون اصلا من اصلا واقعا نتونستم خیلی گرم نمیتونستم تحمل کنم اصلا میرفتم بیرون از چیز من خودم نتونستم در اون حتی بغل دستی به اعتماد ندادم با این که نمیدونستم چیه اصلا گفتم مجر این خانم رفته بیرون هنوزم مجاهده مجر خب رفته بیرون دیگه رفته بیرون خب میره موسیقی گوش میده اصلا برقصه رضا میشه برمیداره یک افکار اصلا مالی خولیایی واقعا رضوی آقای حسینی خواست شده بود، ولی اگر واقعیت میخواست میتونست انکار کنه میتونست تکذیب کنه ولی نچرد، ولی این نسبت هایی که میدن در حقیقت به خودشون میچسبه مالی خولیا و نمیدونم روان پریش و اینا فقط به لایه گشایسته خودشون.
آقای حسین نژاد، چون شما پرسیدید، اگر دوستان اسم اون خانم رو میدونن، آقای کرمی نوشته دکتر نفیسه، یکی از جانیان که در نفیسه بادامچی، ولی یادم افتاد، نفیسه بادامچی، یکی از جانیان که در این جنایت دست داشته است. حالا جالبه برای من این ماجرایی که شما گفتید، ماجرای پخش نوار صحبت‌های خانم سلطانی، این چه زمانی بوده و چجوری از اون اردوگاه یا اون آسایشگاهی که شماها بودید، چه کسی این نوار رو پخش کرده؟ این موضوعی که تا امروز کسی نگفته بود. چجوری نه، خیلی از دوستان همه شاهدن، سالهای اینو خانواده ها چی می اومدن روبروی اشرف، حدود سال 1388 شمسی تا 1991، تقریبا 4 سال اینها مرتب خانواده ها پشت در بودن که راه نمیداد مسعود رضوی بیان تو، خواستار دیدار با عزیزانشان بودن و اینها جمع می شدن، دور از ایران می اومدن، از خارج می اومدن، دور اشرف جمع می شدن دم در و بلنگو بود، بلکه راه نمی دادن داخل بیان دیدار کنن با عزیزانشون، از این برم نمی زاشتن کسی بره دیدار کنه، بچه سنگ می زدن، حتی دستور دادن برید سنگ بزنید، سنگ می زدن، شعار می دادن به دستور خود رضوی که ما رو جمع کرد، این شعار خود رضوی بود، میگفت اینا خانواده های الدنج، شعار می دادن ننج ما، ننج ما، فامیل الدنج ما، چه برای چی اومدیم با ما دیدار کنیم، این خدمت به این هم اطلاعات آورده شما رو فلان. بابا پیرمرد پیرزن اصلا نمیدونستن اطلاعات چیه، به یه چی از این چیزا گفته بود از اینایی که از خارج بچه‌هاش رفته بودن، جدا شده ها که قبلا اونجا بودن، میگفتن اینا میگن آیا شما اطلاعات آورده اینجا، از یه پیرمرد پرسیده بودن، گفته بود اطلاعات منظورتون روزنامه اطلاعاته، اصلا نمیدونست اطلاعات چی هست، اصلا پیرمرد میرزن اینجا اطلاعاتی هم اطلاعات خانواده ها راه نمیداد، و به اینجا فقط چرا برای اینجا میدونست اگر راه بده خانواده ها برن، چون ماهای اول که راه میداد میومدن از ایران که میومدن همه میومدن داخل اشرف دیدار میکردن، بسیاری رفتن، خیلی هاشون با خانواده هاشون رفتن، میدونستن که خانواده دیدار دیگه، بعد از اون دیگه مسعود رضوی راهشو بست کامل، بست راهشو، خانواده رو راه نداد، گفت خانواده مزدور اطلاعات، خانواده یعنی فلان، از ایران چی میاد اصلا، ایران یعنی اطلاعات، ایران دیگه بل هرچی خانواده میاد، اصلا جرم خانواده دنیا طلبی، زندگی طلبی خانواده فلان و مرکز فساد فلان و توصیفاتی چین دور شد، اینا رو دیگه کامل راشو بست و جمع می شدن دور اشرف، هم در جنوب در شمال، انبوی خانواده ها دائم از استانهای مختلف سری سری می اومدن، می رفتن اون یکی استان می اومد، استانهای دیگه می اومد، جنوب، شمال، روستاهای شمال لرستان گرفته تا مازندران، جیلان، همه آذربایجان می اومدن، به ترکی خیلی هاشون زبون نمیدونن، به ترکی از بلنگو فریاد میکردن، بچه هاشون رو صدا میکردن، انواع خاطرات تو بلنگو میگفتن، بلنگوهای زیادی گذاشته بودن، ما واقعا من بعضی وقت گریم میگرفت از حرفایی که تعریف میکردن، خاطراتی تعریف میکردن، چه تا بچهشون رو تشویق کنن بیاد دیدار کنن نمیذاشتن، میگفتن باید برین سنگ بزنید به پدر مادراتون خوش بدید، اینها بلنگوها رو اینها یه چی از نوارهایی که پخش میکردن، همین سخنرانی همین تعریف کردن خانم بتول سلطانی بود که ضبط کرده بود، اینها فرستاده بود و اینها پخش میکردن، ولی از ضدش هم پخش میکردن، انواع بلنگوهای ضد اینها گذاشته بودن که خونسا کنه هم پارازیت و هم نوحقونی سینه‌زنی در محرم، یا انواع ترانه ها سرودهای خود مجاهدین و از بلنگوهای خود داخل اشرف رو به اونا پخش میکردن که ما صداهاشونی نشنویم، ولی باز هم صداهاشونی میشنیدیم. بله اجازه بدید آقای حسین نژاد، یکی از فاکتا هم گوش دادن بود، گفتن آقای... اصلا گوش ندیم، هیچ زخم نداره گوش بده آقای حسین نژاد، چون دوستان اینجا دارن مینویسن، اجازه بدید من سوال کردم که چجوری این صداها پخش میشد، الان فهمیدم که این صداها وقتی خانواده اعضا می رفتن اونجا از بلنگو از بیرون از اشرف پخش می شده برای افتخار، بله از بیرون اشرف توسط خانواده ها، اینو قبلا دوستان گفته بودن ولی من فکر کردم شاید در درون اون اشرف یک کسی به اصطلاح به صورت دسیسه اون صداها رو پخش کرده و اون نوار رو پخش کرده، ولی دوستان میگن که بلنگوها باعث شد
قلعه اشرف جمع بشه. این آقای محمدی میگه و میگن توسط بلندگوها نوارشان را پخش میکردیم. بعد آقای کرمی هم میگن که در همین برنامه ها خانم سلطانی و من اشاره کردم به این موضوع که من خودم دو یا سه بار گفتم توسط خانم بله اونا تشریح چندان میشن. بله من ممنونم از شما. یک چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده و در مورد آخرین تاپیک افزایش موارد فرار و جدایی از قلعه اشرف سه یه مقداری در این مورد لطف کنید صحبت کنید. همینجا من به دوستانی که بیننده این برنامه هستن از طریق فیسبوک یا از طریق یوتیوب یا از طریق تلویزیون مردم میگم که هر سوالی داشته باشن یا هر نظری داشته باشن میتونن با این دوستان مستقیما تماس بگیرن، با کانون آوار در تماس باشن یا با تلویزیون مردم. و شما هم اگر طرفدار سازمان مجاهدین هستید، هوادار هستید، عضو هستید، میتونید برنامه‌های خودتون رو داشته باشید و نظراتتون رو بگید، همونجوری که سالها مجاهدین وقتی که هیچ کس جرئت نمی‌کرد صداشون رو پخش کنه، تلویزیون مردم با شهامت این کار رو کرد و این جزء یکی از به اصطلاح سابقه های این تلویزیون مردم بوده و هست و خواهد بود. ممنونم از شما آقای حسین نژاد. بفرمایید در مورد این افزایش موارد فرار و جدایی به اصطلاح اعضا. بله زیاد وقتی نمونده، ولی من چند جمله فقط اشاره بکنم، چون دوستان زیاد نوشتن تا حالا موارد اسامیشون هم بردن چه دیگه بعد از انتقال به آلبانی، برای چون به اولین بار بود که به سازمان مجاهدین با تشکیلاتش به یک جامعه آزادی رسید و در حقیقت موقع دید که پایتخت کشور اروپایی بودن، تیرانا بودن، و مجبور بودن بیان بیرون ببینن، از آپارتمان میدیدن، حتی با همه محدودیت هایی که فشارهایی که آوردن شیشه هاتون رو تار کردن بیرون نبینن، دست دست می بله مجبور بودن دست دست فرستن بیرون. برای چون اونجا ما اشرف حوض داشتیم، دریاچه درست کرده بودن، پارچ درست کرده بودن داخل اشرف، میرفتیم پارچ و حوض و اینها، خوب به اینا روحی رفاه میگفتن که خوب یه مقدار تنفسی بکنن. این ولی اونجا چه نداشتن، آپارتمان بود دیگه، بعد بیرون می اومدن مجبور بودن ببرنشون کنار دریا و حوض یا رودخانه پارچی چیزی بجردن، هرچند دست جمعی و تحت کنترل مسئولین می بردن می رفتن. خب این موجب فرار خیلی ها شد، اومدن بیرون و راه های البته اصلا در خود تیرانا هم در اختیار کمیساری ها بودن، به راحتی کمیساری ها در دسترس بود، مثل اشرف و لیبرتی نبود در حصار باشن نتونن بیان بیرون، میتونستن برن خودشون معرفی بکنن به کمیساری ها. و چنین چه کردن دیگه، صدها نفر از باید جدا شدن، چه خیلی هاشون چه برای مختلف رفتن، تا نزدیک 1000 نفر میگن از وقتی رفتن آلبانی اومدن و جدا شدن، تا بالاخره حداقل 700 نفری رفتن و کشورهای مختلف. بعد جینی دید رجوی، فرقه رجوی، مریم رجوی که دیگه ریزش مداوم نیروی هست اونجا، که برای همین هم حاضر نبود کاچ عراق رو ترک کنه، که میگو عراق نبنم، قانون نبرد استراتژیک، همه مون اینجا میمیریم ولی نمیریم از اشرف یا حتی لیبرتی. میگفت من خودم از لیبرتی اومدم بیرون، تا 3 هفته در لیبرتی بودم، همون اوایل که ما رفته بودیم لیبرتی، خود عباس داوری ما رو جمع کرد تو کلیسای آمریکایی‌ها، چون اونجا پادگان سابق آمریکایی‌ها بود، کلیسای درست کرده بودن که بعدم مسجد کردن، اونجا جمع کرد ما رو. خود عباس داوری گفت ببینید اینجا رو میگن کمپ ترانزیت، بذار بجنیم بیرونیه نام، چون خودشون اینجا گذاشتن کمپ ترانزیت، یعنی اون ما رو از اشرف آوردن اینجا که از اینجا از عراق بیرونمون بکنن برن جای دیگه، اینجا ترانزیت موقت موندیم که شما از اینجا برید، نه فکر نکنید از اینجا میرید، اصلا دنیا ترانزیت، دنیا اصلا من خودم 70 سال تو ترانزیتم، بعد از دنیا مرجه، شما بعد از اینجا هم عبور میکنید ترانزیت میرید اون دنیا. خودش من خودم بودم تو اون جلسه نشسته رحمان اینو گفت، یعنی تابوت تو اینجا هر وقت فقط اینجا میمونید تا بمیرید، یعنی اصلا نمیخواست به عراق، تو میدونست از عراق بره بیرون، چون به مرده نیاز داشت، به کشتش نیاز داشت، به جسد نیاز داشت، به نمیدونم چیز تار بزنه تارتون مورچه برای کشتن آی فلان و تبلیغات را بیندازه.
برای همین نمیخواست تا ده همه سالیان موندنش رو بود، توانم داشت، وکیل داشت، این همه وکلا داشت، این همه امکانات داشت تو خارج، میتونست از همون سقوط صدام همه اپوزیسیون نیروهای شخصیت ها نوشتن گفتن جواب بیای بیرون، همونجا میتونستن بیارن بیرون ما رو، ولی تمام تلاشش این بود که نه، ما پناهنده ما حسین ابوالفضل مدنسیم، ما اصلا صدام اینجا رو داده به ما و فلان، ما اصلا اینجا پناهنده ایم، چه هیچ کس قبول نکرد، نه دولت عراق، نه سازمان‌های بین‌المللی، نه آمریکا به عنوان پناهنده بمونن اونجا. از اول میگفتم شما باید برید از اینجا، این تلاش میکرد بمونه اونجا، ولی وقتی مجبور شدن دیگه فشار آوردن آمریکا چه باید از اینجا برید، دیگه رفتن مجبور شدن که برن اونجا، تا این جدشون میدید که برن بیرون از دنیای آزاد برسن، دیگه اینا جدا میشن، ریزش خیلی زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه، دیگه تابع فشارهای دیگه فیزیکی برداشتی میشه، دیگه فقط فشارهای درونی تشکیلاتی روحی باید بیارن به اینا، اونم که راه کار کامل نبود، خیلی ها اومدن بیرون جدا شدن. اینه که دید که خب پایتخت اینطوریه، بس بنابراین من باید برم مثل اشرف درست کنم، مثل لیبرتی درست کنم. بعد رفت با سازش‌های با دولت پول دادن و فلان، با دولت آلبانی و با آمریکا گفتگوها، تا رفتن از الان از پایتخت رفتن بیرون و 20 کیلومتری پایتخت در یه بیابانی ای اشرف و لیبرتی درست کردن، قلعه و انواع دیوارهای بتونی و سیم خاردار اینها، که باز از همونجا هم ما فکر میکردیم واقعا دیگه اونجا میرن، چون تعهد گرفتن از وقتی رفتن اونجا، از همه هم تعهد گرفتن که دیگه عضویت بازجشن ناپذیر، بعد از این دیگه هرچی بره دیگه میره به جهنم بلان، هرچی میخواد بره از همینجا بره، هرچی میخواد بره اونجا دیگه نباید بره، و ترس ایدئولوژی چون جهنم و فلان و شردن که عضویت بازجشن ناپذیر که ما پخش کردیم هست این متن تعهدنامه که از همشون گرفتن که میرن اونجا، با این همه تعهدگیری و اینها باز از همونجا هم اینقدر فشار و تضییقات و توهین تحقیر فضای چونجا و شکست استراتژیک هم میبینن چه کامل افشا شده این سازمان همزیش، دیگه باز همونجا هم باز قرار میکنن. ما واقعا باورم نمیشد، فکر میکردیم چون اونجا رفتن دیگه کسی نمیتونه بره، ولی مجبورن به خاطر مثلا قبرستان دارن برای مرجو تا حالا حدود 20-26 نفر تا حالا اونجا فوت کردن، از توی آلبانی فوت کردن، اونجا هم قبرستان ساختن تو خود تیرانا پایتخت آلبانی، مجبور بودن برن اونجا، صد تاشون مردن تو خود همین اشرف اسمش گذاشته اشرف سه، همین قلعه چه درست کرده بردن اونجا دفن کنن، از همین قبرستان ایده فرار کردن، یا میرفتن قبرستان رستیجی کنن فرار کردن، یا اومدن خرید بکنن فرار کردن. اخیراً هم که دیگه دیدن چه نه، از همین قلعه اشرف سه هم وقتی میفرستن برای خرید بالاخره باید بیان شهر، حتی آدمای مورد اعتماد کامل خودشون، ما افرادی میشناسیم که الان فرار کردن از همین اشرف سه در هفته های اخیر که با خود ما تماس گرفتن، خیلی چون با عمری باشون دوست بودیم، با هم یه جا بودیم، یه قسمت بودیم، از مسئولین بالا هم بودن، رده های بالا بودن، قدیمی بودن، اومدن بیرون تو خوبه مثلا نیست الان اسمشونو ببریم، اینها اومدن بیرون و از همونجا به خاطر اخفران اینه چی، اینه دید دیگه راهو بسته که بتونه الان یه مرج افرادی هم که الان در اشرف سه میمیرن دیگه نمیاره قبرستان پایتخت دیگه به آنجا از قبرستان بیاره در پایتخت قبرستان خودشون که در تیران هست دفن کنن، باید یه دیگه بفرسته در 20 نفر باید با اون برن، میترسه فرار کنن که الان میبره به دوستای بغلشون که ولی شما بفرمید من این یه جریانی رو تعریف کنم. متاسفانه وقت نداریم، وقتمون تمام شد، ولی جریان فوت مرزی رضایی رو محمد جان نوشتن که دوستایا ریختن نذاشتن دفنی بشه و اینها، که دوستان میتونن بخونن در سایت ها. میبخشید، خیلی ممنون از شما، امیدوارم در برنامه های آینده خبرهای بهتری از اعضای سابق، اعضای فعلی برای دوستان تعریف کنید. دوستان میتونن با شما مستقیما تماس بگیرن یا با سازمان، با کانون آوا یا با تلویزیون مردم. خیلی ممنون که با ما بودید. خواهش می‌کنم، موفق باشید. شما هم خسته نباشید. دوستان عزیز، برنامه های تلویزیون مردم را پی میگیریم و چند دقیقه فقط باید بین
این برنامه و برنامه خود من فاصله باشه تا کامپیوترها رو عوض کنم، به اصطلاح سیستم رو عوض کنم. خیلی ممنون که با ما بودید. این ویدیو تا یکی دو ساعت دیگه به کانون آوا فرستاده میشه. کانون آوا هم خیلی منظم روی یوتیوب قرار میدن و بایگانی سالها برنامه رو شما میتونید اونجا ببینید. یادتون باشه که تلویزیون مردم فقط بلنگوی یا میکروفونی در دست این دوستان است. شما هم میتونید از این پلتفرم یا از این سکوی ارتباطی استفاده کنید، از ما پخش کردن خاطرات و نظرات شما، از بینندگان شنیدن و قضاوت کردن. روز و روزگار بر شما خوش.